ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلا سپینو خبرو پروګرام ته اله د چې هر یو جوړ خوشاله بریالي اوسئ. دوستانی عزیز عزیز سلام و احترام برای فرد فرد شما را به برنامه سخنی وریان خیر مقدم گفته. البته بالای اوضاع جاری افغانستان طور معمول از این طریق صحبت میشه. روزه و نماز شما را خداوند به درگاه خود قبول و منظور بگردانه. شما روزه دارانی که تا این دم که فردا 26 ماه مبارک رمضان هست و یقینا ماه عبادات و رکن عمده دین اسلام بر جا میشه و یک پرکتیسیس انشاءالله برای روزه داران عزیز از خداوندان چه فیوزات در این نسخه شفا بخش در نظر گرفته شده توسط خداوند یکتا و او خدایی که یقینا همه چیز به ولکه و اختیار و کنترول خداوند لایزال هست. خداوند زندگی ما را حیات ما را در کنترول و هدایت خود داشته باشه. یقینا برای راست ما را رهنمون بوداره و این ماهی که تمرین و تشویق برای اعمال نیک است از گفتار تا کردار در ما یقینا متجلی بگرده. به هر حال دوستان عزیز با احترام فراوان برای فرد فرد و تبریک ای که ماه مبارک رمضان یقینا با موفقیت در روزهای اخیری از او قرار داره و از طریق تلویزیون جهانی پیام افغان دوستان عزیز شما هر روز یک و نیم پاره از قرآن عظیم شان شنیده شد و تلاوت گردید با ترجمه قرآن مجید به السنه پشتو و دری و بالاخره به شکل سنتی چی رادیو پیام افغان به صورت 24 ساعته و تلویزیون 24 ساعته پیام افغان در ماه مبارک رمضان در 27 معمولا ما محفل ختم قرآن عظیم شان از طریق تلویزیون پیام افغان داشته ایم. مگر دوستا امسال خواهش کردن و اونا فرمودن که در 27 ماه مبارک رمضان یا در شب 27 به مساجد مراجعه می دارن و در امو شب اونا در ختم های دارن مشغول میشن. از این نعمتی که اونا هم در ختم قرآن عظیم شان با استماع تلاوت و ترجیم از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان اونا هم همراه بودن بی نصیب نمانند و خواستند که اگر شوه ختم تلویزیون پیام افغان یا محفل ختم قرآن عظیم شان یک شب قبل از 27 در شب 28 پخش کرده. او را لبای گفتیم و از علمای دینی هم وقتی پرسیدیم ده روز اخیر در هر کدامی از اونا شب قدر نهفته و هر شب شب عبادت است و دعاها هست و انشاءالله خداوند مستجاب میداره. امشب 26 شب 26 ماه مبارک رمضان در تلویزیون پیام افغان انشاءالله بعد از افطار به وقت لس آنجلس که در حدود 8 و 10 و 12 یا 13 دقیقه افطار میشه به تعقیب از او انشاءالله با داشتن قاری صاحب عبدالعزیز که از سان دیگو تشریف می آورن ختمانه قرائت خواهد گردید. و در ضمن از شما هم خواهش می دارم دوستان عزیز به تلویزیون پیام افغان تلفن بزنین و در این دعایی که یقینا سراسری جهانی دست مسلمانان بینندگان تلویزیون پیام افغان بلند میشه درگاه خداوند یکتا و انشاءالله دعاهای ما را خداوند مستجاب خواهد داشت و دست توی نمیگذاره و خداوندی که مهربان هست، غنی هست و همه چیز داره و ما هستیم که محتاج هستیم. انشاءالله دست لرزان ما را برای خود دعا بدارین، برای گذشتگانتان و خصوصا برای ثانیاتی که در افغانستان عزیز به حکومت پیونده و هر روزی نیست که خبرای اخبار دلخراش و بدی که یقینا قلوب ما را میلرزانه نمیرسه. یعنی هر روز آبستن
حوادث دلخراش هست دوستان عزیز و یقیناً دردناک شده وضع افغانستان برای رهایی مردم بیچاره و خود هویت افغانستان که در یک خطر و مهلکه قرار گرفته دوستان عزیز دعاهای نثار بودارین که او مردم بیچاره ما خود افغانستانی که در اونجا شهیدیم و به دست گذشتگان ما رقم زده شده و آزاد بوده هویت ما در خطر است و تحت یک سلطه ظالمانی کشورهای قرار داریم که روز خون افغان خود افغان میریزانه با پول و معاونت اجنبی ها متاسفانه همینطور است. به هر حال امشب بعد از افطار در به وقت لس آنجلس در تلویزیون پیام افغان ختم قرآن عظیم و شان محفلی داریم. دوستان عزیز تلفن بزنین در این ختمانه خود داخل بسازین و اشتراک هم افغان ها را ما میخواییم و کسانی که آگاه نیستن و خبر نیستن لطفاً به اونا هم احوال برسانین دوستان عزیز واقف بسازین تا در این ختم قرآن عظیم و شان از طریق تلویزیون پیام افغان حصه داشته باشن و همچنان فردا دوستان عزیز که فردا شب که شب 27 ماه مبارک رمضان یعنی شنبه 27 ماه مبارک رمضان در مسجد سید جمال الدین افغان در شهر فولرتن که اونجا ما انشاءالله حضور خواهیم رسان در طول ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن عظیم و شان توسط قاریان یا حافظان قرآن صورت گرفته در شب 27 ماه مبارک رمضان محفل ختم در قرآن عظیم و شان در مسجد سید جمال الدین افغان که البته آدرس از روی صفحه تلویزیون قرار داره دوستان عزیز محفلی داریم و در اونجا که مسئولیت مسجد به همه ما تعلق داره و ما به حیث رئیس مسجد اونا لطف کردن مرا گماشتن در اونجا انشاءالله در او ختم هم اشتراک خواهم نمود و از افغانای ما که در ماحول دور و نزدیک تشریف دارن در شب 27 ماه مبارک رمضان شب جمعه یعنی فردا شب لطفاً حضور برسانین و یک شب بسیار مبارک و یقیناً پر منزلت خواهد بود. یقیناً قرآن تلاوت میشه، ختمانه صورت میگیره و تجمع ما مسلمانان در اونجا صورت میگیره که البته افغان و عرب و پاکستانی و از هر ملیتی از هر طرفی تشریف می آورند در مسجد و ختم صورت خواهد گرفت. خواست و مردوی از او را اعلان بدارم. به هر حال دوستان عزیز میریم سراغ افغانستان و خونریزی هایی که صورت گرفته. البته خبر دلخراشی که شما هم شاید آگاه شده باشین دوستان عزیز انفجار در وسایل نقلیه اکادمی پلیس میدان وردگ به طرف کابل و حمله انتحاری طالبان علیه متعلمین اکادمی پلیس میدان وردگ که البته برای رخصتی عید به طرف کابل در حرکت بودند و گمان بعضی ها چشم دید کسانی که در محل موجود بودند که در هر موتر یا سرویسی که حامل 10 و 15 و 20 نفر پلیس و فارغان پلیس یا دانشجویان گفته از اینا متعلمین و افسران پلیس بود منفجر گردیده و این ثانیه را بار آورده و بیشتر مردم ملول و متاثر ساخته. در تو یک روزهای مقدس ماه مبارک رمضان یک قتل و قتال در ملک صورت میگیره و رحم بالای یک دیگر نمیداریم. متاسفانه این فاجعه هست و به این معنی که افغان علیه افغان گماشتن و خود از اونا در بیسای نظامی خود قوای ناتو قرار داره، اونا از جنگ دست کشیدن، طالب هم به جنگ تشویق میدارن و قوای امنیتی را هم ماش و مدد میرسانن تا با طالب در جنگ باشن و این کشور جنگ شعلور باشه، افغان افغان بکشه، افغان افغان خونشان بریزانه، فامیلا را عزادار بسازه، عزاداری ما مردم، خونریزی
افغان در خطه افغان یقینا خوشبختی های دیگه را باید تامین بداره، امیال دیگه، اهداف دیگه باید در اونجا از طریق بدبختی های افغان بدبختی بیچاره باید تامین بگرده، اهداف طویل مدتی از اونا. متاسفانه همطور شده دوستان عزیزی، خبر به حد تکان دهنده و دلخراش بود. یقینا هر پلیس و هر افسری که برای امرار معاش حداقل که یک فامیل داره، یک اولاد و خانم و مادر پدر، وقتی یک نفر در یک فامیل تلف میشه و اون باید تو فاجعه بار، یقینا یک فامیل 5-10 نفر متاثر میسازه، عزادار میسازه. یعنی عزاداری ما در کل در افغانستان یعنی سراسری هست، مگر وقتی بالای یک فامیل یعنی تعداد کثیری عزادار میگردن، متاثر میشه بالای اولاد و بالای خانم و یعنی همو ریشه فامیل گسسته میشه و از بین میره و به هم میخوره و یقینا سخت عزاداری هست. و اینجا دوستان عزیز، مسئولین امی که 50 نفر افسر قوای امنیتی پلیس و متعلمین از اونا را در یک موتر و یک 50-60 نفر در یک موتر دیگه یک قطار درست میشه و امیر نمیگن که امی وزیر داخل هر بدبخت یک احمق که از شورای کلابی افغانستان را اعتماد برده، اگر امو اعتماد بالای یک حیوان هم میشد از امو عقل سلیم امیر میگه که در نقل مکان و تنقلات افراد بسیار مهم که تومه آتش جنگ میشن و در ترسد هستن طالبا، که همه تو یک جمعیت کثیری از عملا و فعالی پلیس افغانستان به چنگشان بیفته و اونا رو تارمار بسازه. به گمان بعضی افغانای ما که میرفت و صاحب با پلیس جنگ میکرد و با حکومت و صاحب و نمیدانه فلانی رو هدف قرار میدادن، ملکی ها چی گناه کردن، خالی خب برادر وقتی یک افسر پلیس به قتل میرسه، یک فرد حکومتی به یک حساب مامورین دولت، اونا ارتباط داره با ملکی ها، یک ملکی متاثر میشه، خانمی از اون ملکی هست، اولادای از اونا افراد غیر جنگی و مستخدمین و مامورین دولت نیستن، در جنگ اونا ایسا ندارن، مگر یکی از افرادی از اونا در قوای امنیتی یا اردوی افغانستان با طالب درگیر هست، اینجا متاثر میشن. و یکی کی مسئولیت میگیره از لحاظ خود عقلی که میشد 2 نفر و 3 نفر و لباس ملکی به کابل دوباره برمیگشتن و هر کدامی از اونا رو در 2-3 موتر سرویس که در هر کدام 30 نفر و 20 نفر و یا بیشتر البته قرار داشتن، اینا رو نقل میدادن به طرف کابل، اکثری از اونا رو کشتن و زخمی ساختن و یک فاجعه رو بار آورد. یک نفری خوب باید مسئولیت بردار. اگر طالب متهم میشه، انتقاد میشه، 100 برابر از او خامی و حکومت، همی عدم هماهنگی و بیکفایتی و وزارت دفاع و وزارت داخله، یا غاگه که صدیقی صدیقی با مویای چرب می نشینه و سب تمتراقان حرف می زنه، همی بدبخت باید از یخنش بگیره که برو برادر همی بادار تا وزیر داخله یا کسایی که تصمیم گیره هستند در این راستا اونا را شما قایم بگیره، مال تا نگاه کنم سایی تا دوست نگیر. اما قدره که قاتل مسئول است، کسانی که از مقتول دفاع می دارن، محافظین از اونا که وزارت داخلی افغانستان بود، اونا هم در اینجا بازداشت باید شوند و به زندان انداخته شوند، برطرف شوند. بقیده ما یک مشکل بسیار بزرگی را بار آورد. به هر حال این خبر مهم بود، همه را تکان داد، سرخط اخبار بود. دوستان عزیز تماشا بدارین، در رابطه با امی خبر و اخبار دیگه انشالله صحبت خواهیم کرد. خونین ترین حمله انتحاری بر پلیس یکی از راه های پر رفت آمد و پر خطر است، شاهراه کابل قندهار. درست هنگامی که کاروانی از نیروهای پلیس از میدان وردک و کابل می رفتند، آماج یک حمله انتحاری قرار گرفتند.
انتحار کننده که یک موتر پر از مواد منفجره رو در برابر کاروانی نیروها منفجر می سازد. از تعلیم مؤسسه تعلیمی میدان وردک بود طرف کابل میمد. زخمی و شهید داریم. سری که هنوز میدان جنگ را ندیده است از تن جدا می شود. این رویداد وحشت برپا کرده است. این رویداد پهلوی دیگری نیز به خودش می گیرد. یک راننده این کاروان می گوید که در یکی از موترهای پلیس از پیش یک ماین مغناطیسی جا به جا شده بود. ما منطقه را مرده گرفته بود. دمی دو موتر پلیس کسی نمی انفجار کرد. دمی موتر ها ماین بود. دمی موتر های پلیس همی ملی بس رقم کس. اینجا نیروهای پلیس و امنیت ملی با هم درگیر می شوند. چندین موتر از کاروان نیروهای مرکز آموزشی پلیس وردک ویران شدند، اما بیشتر قربانیان این رویداد سربازان هستند که سوار یک موتر بودند. یو گرم شد بله بل گرم شد دید با گرم و سر اولان دی یو سرباز ورود مگر نیزدی شد اگه سر مگر انکاری و کرد زخمی و ناغم پا شخصی موتر که واچه و انتخالم کرد. در میان موترهای پلیس موترهای غیر نظامیان هم ویران شدند. به نظر می رسد که مسافران از این بس نیز صدمه دیدند. دو زنی که اینجا در کنار جاده گدایی می کردند نیز در این رویداد همراه با کودکانشان جان باختند. کسایی بود که سرش نبود، پایش نبود، دستایش نبود، مغزای نفر تکیده بود. اونقدر مردم به دسته که بالا میکرد که اصلا نوبت نبود که مردم توتر جنازه را ورداره و در موترهای پلیس و موترهای آمد در آمد از اینجا بدر میگرفت. طالبان مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. که ریاست جمهوری هم این رویداد را نکوهش میکند. این حمله خودش نشان داد که دشمن نمیتونه دیگه در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی ما در خط جنگ ساچه ها و دست میزنه به یه حملات بزدلانه در بین مردم عادی. پیش از این نیز در این مسیر نیروهای مسلح کشور آماج حملات هراس افغانانه چون انتحار و انفجار قرار گرفتند. اما ظاهرا این یکی از بزرگترین رویدادهایی است که در این مسیر نیروهای پلیس و این اندازه کشته و زخمی میشوند. عبدالولی آریان، طلوع نیوز، شاهراه کابل قندا. دوستان عزیز، یقینا به حدی حادثه بگویم یا ثانیه مرگبار هست در ناکس. شما کیاس بفرمایید که یکی از اعضای فامیلی شما که باید برای تجلیل از روزهای عید به کابل می آمد مرگ و یعنی او برای شما می رسد خبر مرگ از او آنیم و به طور فجیه که مواد منفلقه به حد میگه بزرگ بود و مخرب بوده که تا یکی گفت که مغزای یکی را بیرون کرده و خود بدنی از او از شناخت برآمده بود. همینجاست که دوستان عزیز فاجعه آفرین میشه و بالای افکار همه همگان شمول ما مردمی که در بیرون از افغانستان قرار داریم یعنی تکان دهنده است و مرگبار هست. مگر وقتی عمق همی حوادث آدم مطالعه میکنه، وقتی میبینه که آقای گوینده ارگ ریاست جمهوری اونا طوری وانمود میسازه که ایران نشان میده که طالبان در خطوط جنگ یعنی ناکام ماندن و عملات انتحاری را برام میاندازن، در حالی که طالبان عملات انتحاری را از قبل هم برای انداختن در کابل و در جبهات جنگی هم با حکومت افغانستان می جنگن. جنگ طالب و هم جبهوی است و هم انتحاری است و هم ماین سر سرک داره. از انواع مختلفی حملات و جنگ و مقابله با حکومت افغانستان دست نبرداشتن. در اینجا مسئولیت به دوش کی است؟ به دوش آیا 100% به دوش طالب؟ حکومت افغانستان خوب بودیجه داره، عسکر داره، یک تدبیر نظامی باید داشته باشه در برابر طالبان و خصوصا تنقلات این اشخاص در چند موتر محدود و به طرف کابل، و اونا هم میدانن که دشمن نامعلوم داره، خطرناک و عملات چریکی دارن در هر بخش شهرهای
بزرگی چون کابل و جلال آباد و کابل قندهار و میدان وردک طالب سرویس استاد میکنه موتره و سرنشینان از او را تفتیش میداره فلتر میکنه دشمن خود میبرداره میبره مجازات میکنه یعنی مسلط است بالای شهرهای افغانستان عملات جبهوی در قندوز هم داره سال قبل ندیدین که سلامت گفته بعضی ها یک ولایت تصرف کردن تحت سلطه خود قرار دادن اگر بادارای امی حکومت موجوده نمی بود و تیارای خود از بیسای نظامی خود پرواز نمی دادن ولایت قندوز تا این حال هم به دست شاید طالب می بود اونا بودن که رفتن و بمباردمان شروع کردن و طالب عقب نشینی و ولایت اعلا دادن و حتی یک بیمارستانی که بیمارستان بدون سرحد گفته یا دکترانی بدون سرحد یاد می شد او را به نام طالب هدف قرار دادن که گویا طالبان در بیمارستان سنگر گرفتن یا پنهان شدن خب وقتی حرفای بعضی کسانی حکومتی یا سخنگویان یا اشخاصی که از حکومت افغانستان دفاع می دارن آدم می شنوه راستی جز دروغ و خاک زدن به چشم مردم چیزی بیش نیست بنان اگر به طالب نفرین میفرستین به حکومت افغانستان ده برابر به قوه ائتلاف هزار برابر شما نفرین بفرستین در این ماه مبارک رمضان افسوس هم به ای است که ماه مقدس است و شورای علمای افغانستان هم شنیدم در اخبار که اونا هم فتوا صادر کردن که در ماه مبارک رمضان یه حرفا صورت میگیره و ما باید دارم که این استاد ربانی صاحب مرحوم که حال نزد خداوند در عالم برزخ قرار داره و امی عبدالله عبدالله اینا استادن در وقت آغاز اشغال 2001 اونا تشویق میکردن حتی امریکایی گفتن که خو ماه رمضان است برای شما تقدس داره در این ما اگر بمباردمان کنیم ملت میخیز علیه ما و علیه شما این ماهی بسیار یعنی مقدس شماست باید احترام شوه برای از او نه استاد ربانی گفت که ما فتوا میتونم معلم دینیستم در ماه مبارک رمضان بمباردمان شما بیشتر باید شوه نه کم وقتی مسائل شخصی مردم یا نفسی از اونا مطرح میشه مسئله اقتدار به نفع از اونا نوسان میکنه باز نه رمضان است و نه مقدسات است و نه حرف خداوند و نه کلام الله مجید و نه حدیث شریف همینجاست که بدبختی های ما عمیق و بیشتر شده میره به هر حال خبر بعدی البته واکنش آقای اتمر رئیس امنیت یا مشاور امنیتی آقای اشرف غنی البته اونا به جلال آباد رفتن و در اونجا صحبت از اونا همی بود که داعشیان توسط پاکستان به افغانستان فرستاده میشه در برابر معاش و مددی و اونا پاکستانی هستن و حتی تذکره پاکستانی داره و یرفا از دهن آقای اتمر شنیده شد در اخبار و یقینا نمیتونه است شما پاکستان یک دشمن بسیار هیولایی دارین در جوار افغانستان و اونا پروای ازیر هم نداره که در افغانستان چقدر مردم بدبخت میشن برای پیش برده پالیسی خارجی خود و برای ما جالب است آقای سرتاج عزیز که از حکومت پاکستان دفاع میکنن در مجامع بین المللی چی در نشستای در رابطه با صلح در افغانستان و چی در شانگهای و نمیدانم اینجا و اونجا بروکسل یکی از پشتونای ما هست او طرف سرحد خط دیورن اونا از منافع پاکستان دفاع میدارن و بسیار سخت دفاع میدارن و بسیار ماهر یک سیاستدان و گرگ باراندیدی سیاست شمرده میشن گفته بعضی ها سر خود در سیاست سفید کرده و بلایی است که همون تو زیر و زبر سیاست در منطقه و جهان میدانه که در کجا چی بگویه و چی
بشنوه. او آدم دفاع میکنن از حق مردم افغانستان و مردم پاکستان و حکومت پاکستان و در برابر عنیف اتمر قرار میگیره. و عنیف اتمر، ما همه ما از پاکستان شکوه داریم، گله داریم، نالش داریم. مگر توانایی های ما صفر و در وقتی در مذاکرات می نشینیم هیچ حاصلی بر ما نمیرسه. علی طالب نمان و لانه هایشان رو ویران کنین و بلیاز خدا و طالب می آید و ما رو از بین میبره و امنیت ما رو به هم میزنه و پاکستان هم افسوس میکنه. و میاله این مسئله انتحاری رو در افغانستان علیه اکادمی پلیس افغانستان یا سربازان نظامی یا امنیتی افغانستان، پاکستان هم تقبیه کرد. عشق تمسا ریختان یا تمسا برای این فاجعه، اونا هم در تقبیه اشتراک دارن. مگر از اون طرف ما میدانیم 100% که در این سرحدی که در طول سالها به افغانستان غم وارد شده، مصائب وارد شده، ای چی کرده میتونیم؟ حالا تقریبا در حدود 2 میلیون مهاجر یا بیشتر در پاکستان داریم و در این روزا شروع کردن مهاجرین تلاشی میدارن و بازداشت میدارن و آزار میده. در حدود 20,000 مهاجر شاید در لاری ها بندازه و دوباره بفرسته و که بگیرین سوغات های تانه در دشت های شینواری طرف طرف ایلا بده. آیا شما توانایی امیر دارین که مهاجرین تان متوطن بسازین؟ یک وزارت به نام عودت مهاجرین و تشویقی از اونا به افغانستان، مگر یک مهاجر توسط وزارتی که البته یقینا به صدها مامور و مستخدم داره و معاش میخوره. ما خب دیدین شما ندیدین، ما نه از ایران کسی پس به افغانستان برگشت و نه از پاکستان و از ایران خبر شدیم که 20,000 افغان ما به جنگ سوریه فرستاده شده، برای فامیلشان $600 در ایران معاش مقرر شده گفته بعضیا، و برای کسایی که به جنگ به سوریه برای دفاع از حکومت بشار الاسد فرستاده میشه، یا افغانای ما که در اونجا مهاجر هستن که قرار است در افغانستان در جنگ و مجادله برای دفاع افغانستان دست برمی زدن گفته، اونا را فرستادن آقای خامنه ای به سوریه که جنگ سوریه را به جانبداری از حکومت بشار الاسد دفاع کنن. یعنی مهاجرین شما میرن در یک کشور دیگه به اشاره یک کشور میزبان توسط خامنه ای به اونجا یک 20,000 که چندین فرقه از او درست میشه، یعنی یک لشکر تشکیل کرده از افغان ها جلب و جذب داره، معاش میخورن، در اونجا در جنگ هستن. او بیچاران به خاطر از اینکه در ایران اذیت نشوند، یک $600 هم برای فامیلی از اون از بد روزگار و یک $50 رو در نمیفهم در ماهی هست یا در روزی در جیب از اونا جیب خرج، با مو اونا رو خورسند ساختن. و یکی الان نزد امام حسین رضی الله عنه شما مشرف میشین و این جنگ جنگ مقدس است، همونطور که 8 سال خمینی ایران سوق داد علیه صدام در جنگ و بالاخره جام زهر نوشید و خودش هم گم شد رفت، مسلمان ها علیه مسلمان ها در جنگ قرار گرفت تحت عنوان طرفداران حسین و مخالفین عمر. به هر حال از اسلام سخت استفاده ها صورت میگیره. آقای اتمر شما بشنوین، برای داعش حملات داعش در افغانستان بیشتر شده. شما میدانین در سمت مشرقی افغانستان در حدود 90 یا 100 فامیل بیجا شده، خانه ها ویران گردیده، به آتش کشانیده شده. داعشیان جوقه جوقه از پاکستان به افغانستان می و آقای اتمر صحبتی از اونا برای ما جالب بود. داعشیان مهره های تازه یا تغییر یک نام طالبان،
شماری از آگاهان سیاسی داعشیان افغانستان را طالبانی می دانند که از سوی پاکستان برای ناامن ساختن افغانستان جامعه و پرچم بدل کردند. کشورهای دیگه هست که برای اینا پول می تن و کسایی هستند که میگن که ما به خاطر ازی برای پاکستان پول می تیم تا سرحدات افغانستان حفظ کنن، تا جلب تروریسم بگیرن. معکوس ازی شده، یک بخش از او برای ادامه تجارتشان در افغانستان به مصرف رسیده و بخش عمدهش در ادصابای خال از اونا ریخته شده. این آگاهان سیاسی میگویند که داعشیان افغانستان هیچ پیوندی با گروه داعش البغدادی ندارد و پاکستان از بهر آنکه فشارهای جامعه جهانی را در کار پشتیبانی از طالبان کم بسازد، برخی از گروه های طالبان را منسجم ساخت و آنان را داعش نام نهاد. آره که طالبان ضعیف شدن، در واقع پیشتر خدمت شما گفتم، عالم جامعه جهانی یکی و خلاص با پاکستان میتونه بگه که چیزی را به نام داعش نمیخوایم که در افغانستان ایجاد شود. تمام. فقط یک جمله کافی است. من مطمئن هستم که اتفاق نمیفته اگر واقعا اراده و تصمیم به این باشه. مشاور امنیت ملی به روز چهارشنبه در ولایت ننگرهار نیز از پاکستان همچون کشور پشتیبان داعش یاد کرد، اما بسیاری از آگاهان نظامی راه اندازی حمله های هوایی را برای نابودی داعشیان اثر گذار می دانند. موجود پاکستان در دولت سره پدی تینگار وکی چه در تروریزم جنجال پتاسو کدی او تاسو زموږ د هیواد په ضد باندې تروریزم استعمال کړی دی، دا خبر مو سپینه ورسره کړی دی. ما فکر میکنم بسیار گپ ساده است، هم در سوریه و هم در افغانستان و یا در مناطق دیگه که داعش حضور داره، بسیار بزرگترین فرصت تکنولوژی پیشرفتی نظامی امروزی دنیا و کشورهای برقدرت میتونه را از بین بره. در تازه ترین رویداد، داعشیان در ولسوالی کوت ننگرهار خانه های مردم را آتش زدند و کودکان را کشتند. یکی از علتهای علاقمندی داعش به افغانستان نفوذ این گروه در کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورهای همسایه افغانستان و نیز دسترسی آنان به مواد مخدر این کشور گفته می شود. بله، البته صحبت های اینا مشهود هستند چی شنیدین در رابطه با داعشیان و ای که پاکستان در ایراستا دست داره و هم طالب داره و هم داعش داره و هم قوای ناتو را دارن در رقیب خود و افغانستان سوق داده علیه پاکستان که دشمن شما اینجاست. برادر در بیسای نظامی بگرام و نمیدانم شیندن و یه قوای اطلاف اینا حامی های شما هستن، برای شما پول میده، شما را معاش مدد میرسانیم. در روزا مسئله نشست وارساس و بروکسل است و در هر طرف شما میبینین بیادر که یک فعالیت روان است که مبارزه علیه فساد، چون در اونجا بادارانی از اونا در وارسا در نشست از اینا میپرسه که شما کدام کاری کدین زده فسادی داری در افغانستان، ما نگفته بودیم چند دفعه بیادر ورقه را در اونجا چی کدین؟ بازی از زود میره مثل که برای یک امتحان یک شاگرد پوانتون یا مکتب آمادگی می گرفتن و کتابچه را پر می کردن و شب بیخوابی تحمل می کردن تا فردا تا در امتحان موفق شوند و سوالات پاسخ خوب بتن و پارچه کامیابی بیارن. این شاگردای قوای ناتو هم در افغانستان زود فعال هستن، یک ارگانی به نام ارگان قضایی و عدلی مبارزه علیه فساد که او کسانی که دوسیه هایشان موجود است در مقامات بالای حکومت قرار دارن اونا بازداشت شوند و سب این دوسیه ها سر میز قرار بگیره و بازمی ارگان مثال بتن در نشست بروکسل و وارسا که در 9 و 10 جولای صورت میگیره آمادگی میگیره و ای که برای خود حکومت، یعنی اگه وظایف حکومت همی است که امنیت مردم است، فرحت برای مردم، پروژه های توسعه‌ای اقتصادی، عامل منفعه، استخدام، امنیت جسمی و روحانی مردم، دفاع سرحدات، خوب صاحب در کل، یعنی یک حکومت به می پایه ها باید استوار باشه. باز دیگه خرد و ریزه فراوان داره که پارک صنعتی درست شد و تفریحی و مسائل شهروالی و اشخاص بهتر و بهتر بگمارنو، یعنی شاخ و پنجه داره، مگر همون کندی
اجراءات یک حکومت هم هست. ضرور نیست که در بروکسل اگر شما رویاروی شدین با حامیان خود، اونجا شما باعث قطعه برنده و کاریتان در میز جلوی از اونا قرار بتین که اونا رو خوشنود بسازین، که کمکایی که برای بقای شما حواله میشه از و کشورها او با هم نخوره، ارگان قضایی و عدلی مبارزه علیه فساد و در بخش بیامنیتی ها نمیدانم حیات گماشتن و مبارزه و ضد پاکستان و با آقای اتمر رفت و در ننگرهار و اونجا شعار ضد پاکستان داد، همه از زیر صاحب جمع کده ای کنه و کتلی که همش دروغ و دروغین و کاذب با خود شاید در بروکسل نقل بتن که با دارای از اونا خرسند شوند که این مزدورای ما نوکرای ما عدی اقل به گفت ما میکنن که باز این 3-4 سال بعد باز به میدان مبارزه و یک دوری دیگه از ریاست جمهوری اینا را باز بگمارن با دارایشون. اینا اهداف طویل المدت در چی میگه برای احراز کرسی و اقتدار و دوام اقتدار میکوشن و فکر نمی کنم که با این سادگی و آسانی این دو نفر ایلا بتن. یک کمیسیون یا یک تجمعی یا یک جمعیت حراست و ثبات در افغانستان و کسانی که در حکومت آقای کرزی 16 سال یا کم و بیش وزیر هم بودن و رئیس هم بودن و همه امکانات و اقتدار به دست از اونا بود، آرام بودن، هیچ صدای خود نمی کشیدن. از زمره بدبخت احدی که در اینجا یک سوال مرم درست جواب نمیداد و آقای عمر داودزایی که بکسوردار آقای کرزی در ایران و امی خلطه کش پولا را برای آقای داودزایی می سپردن و اونا می آوردن، اونا هم از اراکین بالا رتبه حکومت حامد کرزی و امروز از این رمی گرگای که می درن و می قاپن و می چاپن دور مانده دفتن اونا ملی شدن و چند نفر دیگه از اینا با هم وقتی از حکومت میبراین در دیگه در حکومت برای از یا جایگاهی نیست، اینا یک دستی را تشکیل میتن و حکومت نقد میکنه. حکومت آقای اشرف غنی را آقای داودزایی میگه دیگه مشروعیت نداره، این ملت تباه میشه، با بحران میره، در حالی که عملی همی حکومت در یک بحران قرار داره. از هر جهتی شما ببینین، از امنیت گرفته تا اقتصاد و پالیسی خارجی ما و داخلی ما همه به هم خورده، یک انرژی مطلق در افغانستان نمیدانم بحران چی را شما میگی. و اگر این کمک های خارجی و بیرونی و حمایت نباشه، این ملت از گرسنگی خود از اینا میمیرن یا باید فرار کنن و دیگر کشورها سرازیر شد و نیمه مردم این خطه باید یا بیمیرن و یا وطن ترک بگوین. باید تو یک حالت بدی مردم افغانستان قرار دادن. این کسایی که در همین حادثه دیروز جان باختن، پلیس و متعلمین اکادمی پلیس یا تعلیمگاه پلیس در میدان وردک، اینا برای امرار معاش در اونجا ثبت نام کرده، دفاع از مملکت نمیدانم دفاع از مردمی چی و برادر. همین پلیس بیچاره از بد روزگار، از بدبختی توهی دستی، یگانه منفذی که در اونجا پول میآید و استخدام موجود است قوای عسکری و پلیسی افغانستان است. دیگر کرسی ها خو قرخ شده توسط امو یک چند هزار آدمی که در اونجا در داد و ستود قرار داره. ولایت فروخته میشه، وزارت خرید و فروش میشه، کرسی های دولتی به فروش است. ما میگم گمارو میتا رئیس نمیدانم معدن چطورکایی بیادر چوکی را میفهمی چند قیمت داره؟ یک میلیون میتی بیادر امیالی برو بیادر رئیس است. اون شما برین بپرسی نمیده آیا امی واقعیت نداره. در اونجا پول گپ میزنه
اقتدار گپ میزنه، زور و گفته بعضی ها زر، نه قانون، نه مقررات، نه حکومت. پول حکومت میکنه، اقتدار و جبر و زور حکومت میکنه. شما هم امروز اگر یکی از اهالی افغانستان باشین، یک چارکرانی داشته باشین و مردم بدانن که باره بودن شما یک چیزی پول به جیبی از اونا میفته، شما مسئول نیستین. یعنی مسئولیت جانی و روانی و صحی و تعلیمی و اینوان قطعا مردم افغانستان ندارن و اینا در بروکسل باز با قوای ائتلاف با دارای خود می نشینن. امروز افغانستان، یعنی مردم افغانستان علیه مردم افغانستان در جنگ قرار گرفته و حامیانی از اونا می خندن، می نوشن، خمار خود هستن و از دور می بینن که تولی ترازو کدام طرف که جواج می شه. طالب زور می شه می رسه، طالب سرکوب می کن. حکومت افغانستان یکمه که بالای طالب مسلط می شه، اونجا امر می شه که دیگه علیه طالب بیشتر جنگ نکنین، زوره را کم بسازین. او سویچ از او در امی خود بگرام و در سفارت امریکا و در تصامیم درون قوای ناتو قرار داره، جنگ می خواهی بیلانس بده. وقیده ما اگر از این دیگه راه ها به کلی مسدود است و اگر هم از کوی بابا سب شما با جان و تن علیل و شکم گرسنه باید بلند شوین، اگر زنده بالا شوین که بتانین راه های صعب العبور سیاست و ممانعات رد کنین. راه آسان به نظر ما همی است که دیگر نه پلیس، نه عسکر، نه عمله و فعله، بگوی ما دیگر دست ما بالا جنگ نمی کنیم، اگر مرده ما از گرسنگی و بهتر است نسبت به ای که با همه توی یک حکومت فاسد ما از همی حکومت دفاع کنیم، یا از بادارای از اینا که ما را در جنگ قرار داده با طالب و حامی پاکستان است و ما را گماشته که از پاکستان گله کنیم و خواهش کنیم و در زیر پای پاکستان بیفتیم که به لحاظ خدا طالب آرام کو که ما را برباد میکن. بهترین راش همیست که عدم همکاری را با همی حکومت اعلان بدارن و بعد از رو باز بادارای از و قوای ناتو اونا به این راضی خواهد شدن که اگر روش یک چاره را باید بسنجه برای آلام سرسام‌آور و دیگه از خونریزی افغانستان برای اهداف خود صرف نظر کنند. بله، سلام علیکم. دوستان عزیز، اگر کسانی که میخوان صحبت کنند در رابطه با آنچه در افغانستان گذشته و آنچه ما عرض کردم، میتونین تلفن بزنین، نظریاتتان را بیان بدارین و در غیر از اون ما میریم سراغ چند اعلان و باز انشاءالله دوباره برمیگردیم. اجازه ندهیم مهاجرت به کشورهای غربی فرزندانمان را از دین دور کند. دیویدی آموزش نماز به زبانهای انگلیسی، فارسی و پشتو در دسترس افغانان عزیز در سراسر جهان. بهترین روش آموزش صلات برای فرزندان شما، آموزش مرحله به مرحله به صورت تصویری و عملی. دیویدی های آموزش نماز به زبانهای انگلیسی، فارسی و پشتو. 818 884 70 18. ما همواره در تلاش هستیم تا افطاری تهیه کنیم، غذاهای دلخواه خود را انتخاب کنیم و یک افطاری مناسب و خوب داشته باشیم. اما آنان برای به دست آوردن تنها یک لقمه نان تلاش دارند. آنان فقط برای زنده ماندن می کوشند. چه می شود اگر برای آنان نیز کمک کنیم؟ با مراجعه به صفحه اینترنتی irusa.org زکاتتان را در این رمضان
همین اکنون به مؤسسه امدادرسانی اسلامی در امریکا بدهید. شرکت مواد غذایی بابوری، بهترین برنج های بسمتی زرد و سفید فامیلی را به طور عمده و پرچون در رسط شما قرار می‌دهد. همچنان از این فروشگاه انواع مواد غذایی افغانی، ایرانی و اندی را با کیفیت اعلی به دست دارید. آدرس: بیل اشتراسه شماره 98، شهر هامبورگ. موبل پلازا، مغازه موبل فروشی مدرن، بهترین کاوچ ها، میزهای زیبای تلویزیون و سالن، میزها و چوکی‌های مدرن طعام‌خوری را با قیمت‌های ارزان تقدیم می‌دهد. همچنین بهترین مبل ایتالیایی اتاق خواب بزرگسالان، مبل مکمل اتاق خواب کودکان، اضافه از 200 نوشیدهای ظریف کریستال، میز و چوکی با پوش ها برای رستوران ها و سالن های کلتوری را با بهترین کوالیتی تقدیم شما می دهند و سایر اشیای مورد ضرورت منازل خیش را از مغازه مدرن موبل فروشی پلازا با قیمت های کاملا اقتصادی تهیه دارید. آدرس: موبل پلازا، همبرگر اشتراسه شماره 167، شهر هامبورگ، جرمنی. با نوشیدن یک پیاله چای الکریم، بهترین چای با عطر افزون کننده و طعم آرام بخش، روزتان را آغاز نمایید. چای الکریم در بهترین منطقه ای که 2000 متر از سطح بحر بلند است کشت می شود. برنج الکریم، برنج عمران، برنج القصر الکریم، برترین برنج ها با طعم فراموش ناشدنی و عطر خوشایند از صادرات کشورهای هندوستان و پاکستان. برنج های دوست داشتنی خانواده های افغان و ایرانی. این برنج ها را به طور عمده و پرچون از شرکت تجارتی الکریم در شهر هامبورگ و خوراک فروشی های افغانی در اروپا، امریکا، کانادا و امارات متحده عربی به دست بیاورید. برای معلومات بیشتر لطفاً با شماره تلفن 00494386360 وارد تماس گردید. خاطره زیبایی های زندگی مشترک را از لندن آغاز کنید. لندن، شهر رویاها. بیایید شب عروسی خیش را در سالون عروسی کابل برگزار نماییم. سالون عروسی کابل با گنجایش 200 نفر مهمان با پیشکش نمودن غذاهای لذیذ و خوشمزه افغانی در خدمت شماست. اداره سالون عروسی کابل تحت سرپرستی خانم ماریا رسولی که یک نام شناخته شده در قلب ساوت‌هال شهر لندن است، با سابقه 18 ساله از شما پذیرایی میکنم. بر علاوه محافل عروسی، شما میتوانید هر نوع محفل خوشی فش را در سالون عروسی کابل برگزار نمایید و عنقریب شما شاهد نمایشات تئاتری و موسیقی در این سالون نیز خواهید بود. آدرس: سالون عروسی کابل، ساوت‌هال، شهر لندن. نمبر تلفن 0285743018 و 0785352596. فقط ممتاز نظریان باشه.
سر دی سر خانم و عزت میمانم و برنج ممتاز بود باشد میشه جانم برنج ممتاز بابا غذای مای برنج ممتاز بابا مثل فلای برنج ممتاز بابا غذای مای برنج ممتاز بابا مثل فلای برنج ممتاز نظری اون چه عزیز به نزد جمله خانواده ها عزیزه برنج ممتاز به به شور و نواله برنج ممتاز به به انیس مایه برنج ممتاز نظریان چه عزیزه آشپز هم عزیزه آشپز هم عزیزه بازار ممتاز نظریان انواع خوراک کباب ایرانی و افغانی و انواع میوه‌جات خشک افغانی در شهر آمبور آدرس ونسپیکا شوسه 98 نمبر تلفون 04-29-88-49-33 و 0176-82-08-96-5 دوستان عزیز باز هم عرض سلام و احترام خدمت همه خبری که عرض کردیم که یک ارگان به نام ارگان قضایی و عدلی توسط آقای اشرف غنی یا حکومت وحدت ملی بگویم یا ائتلاف دو عین و غین در حقیقت اونا یک ارگان را تشکیل کرده که البته تازه ظهور کرده شما اگر باید داشته باشین یک ریاستی به نام مبارزه علیه فساد در چند سال فعال بوده و در علاوه از او یک ارگان دیگه تشکیل شده به نام ارگان عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد که البته لیست کسانی که در فساد دست داشتن و دوسیه موجود است اونا را بازخواست شوه و تعقیب شوه و به دادگاه کشانیده شوه که کاری بسیار نیکی است مگر اگه ای صرف به ای که در این نشست ها باز یک دستاویزک برای خود برای امرار قدرت خود و دوام حیات حکومت پیشکش میشه برای باداران از اونها هیچ نتیجه را بار نمیاره بقیده ما که البته به گمان اغلب هم طور بوده یعنی اینا زود فعال میشن وقتی همین جلسات میای و قوه ائتلاف اینا را جمع میکنن که چی کدن و نکدن کارهای خانگیشان را میخواه باز همین چیزا صورت میگیره تا جماعت و صاحب نشست ها و یک گرگان تشکیل میشه و صاحب آقای اشرف غنی به تنتراق صحبت میداره و اختار میته در حالی که برادر در درون خود ارگ شما یک چند نفر خوب محاکمه کنین به زندان بیاندازین تا حالی از حکومت دوتا یا گفته بعضی های دوتا گک ولی صاحب دو سال میگذره حکومت از اینا هم دیگه غیر قانونی است چون مطابق به قراردادی که میان عبدالله و اشرف غنی امضا شده دو سال مهلت دادن که بعد از او باید لوی جرگی عنانوی احضار شوه و قانون اساسی تغییر کنه و یرفات شنیده شده بود در اونجا از او خبری نیست مگر در پهلوی از او دوستان عزیز همین حکومتی که البته مشروعیت خود قانونا مطابق به تفهیم و حساب و کتاب از اینا یا تفاهم نامی که دستخط گردیده یعنی آقای اشرف غنی و عبدالله او عمر خود میخوره و یک دو سال از او تمام میشه و حکومت غیر قانونی است مگر باز هم دمی اجراعات دو ساله البته بالای مبارزه علیه فساد و این تخلفاتی که صورت گرفته شما کدام جایی دیدین که آقای اشرف غنی یک کسی را بالای
رشوه و فساد و اینا بازداشت کرده باشه و در محاکم و صاحب او به عمر بعد چی میگد قید چندین ساله محکوم شده باشه و مجازات گردیده باشه، صرف شکل شعاری را داره. به هر حال خبر بعدی بسیار جالب است که همین مسئله عرض کردیم، ارگان قضایی و عدلی در مبارزه علیه فساد تشکیل شده و بالای مسئله آقای اشرف‌غنی هم صحبت کردن و یک تشکیل جدید است که برای نشست بروکسل با خود اینا ببرن. توجه بودن مرکز عدلی و قضایی برای مبارزه با فساد اداری. رئیس جمهور میگوید که با ایجاد این مرکز ظرفیت مبارزه با فساد اداری ایجاد شده است و از این پس قانون به شمول خودش بر همگان یکسان عملی خواهد شد. ما آماده استیم که قانون بدون نظر داشت موقف سر تمام اراکین دولت و از شروع از ما تا هر فردی که در حکومت کار میکنه طبق وعده که هم جناب دکتر سپه عبدالله و هم ما در زمان کمپین داده بودیم که تحمل فساد نخواهد بود. در همین حال رئیس اجرایی از فساد اداری همچون بیماری یاد میکند که تار پود ملت را پوسیده است. ما توقع از این نداریم که اونایی که غرق در فساد هستند باز از این مرکز بیان و تقدیرنامه بدن برای این مرکز. این بخار توقع هم نمیره و شدنی هم نیست. در این میان لوی سارنوال میگد که کارهای این مرکز سلیقه‌ای نخواهد بود و فساد پیشگان مجازات خواهند شد. دستان و سهم مامورین دولتی افغانستان را از جیب مردم افغانستان کوتاه میکنیم. این خبر خوش است، ولی متاسفانه که این خبر خوش و او حادثه غمگین در یک روز صورت گرفته. به گفته رئیس جمهور و رئیس اجرایه، اعضای این مرکز از سوی سارنوالی، دادگاه‌ها و وزارت امور داخله تعیین خواهند شد. سران حکومت وحدت ملی تاکید می‌ورزند که هیچ کس حق مداخله در کار این مرکز را ندارد. دوستان عزیز، یک جمله گفته میتونم در پشتو یک اصطلاح بود که گمان می نرازی، به این معنی که تا این دم در دو سال مبارزه علیه فساد شنیده شده، مبارزه علیه تخلفات شنیده شده، رشوه و رشوه ستانی شنیده شده، مگر هیچ پیگرد قانونی صورت نگرفته و کسای عاجز بیچاره موسیچای بیازاری که کس کوی ندارن در درون حکومت کدام مدافعی ندارن، اونا رو شاید اذیت کرده و نمایشی به زندان برای یک چند وقت محکوم گردیدن. مگر در غیر از او در مقامات بالا، این اولش آقای زاخلوال، این آقای احدی، آقای رحیم وردک، اولادای از اونا، قسیم فهیم، برادر آقای قسیم فهیم، آقای کرزای برادران از اونا، این افرادی هستن. آقای بسم الله خان که دوز به پشتاره با دوسیه گرفتار شد در قراردادهای روغنیات که در اونجا آقای عبدالهادی ارغندیوال هم دستخط کردن، آقای بسم الله خان هم بودن. یعنی یک لستی بشار وسیع هم نیست، از اقل از امینا رو خب از یخنشان بگیرن. یا آقای معلم صاحب عطا خان در مزار شریف که اختلاس و پولایی را که از بندر ایرتان در جیب زده یا نیم مزار شریف به او آدم تعلق داره، در هر تجارت و در هر تشبث اقتصادی در ولایت بلخ و آدم یک فیصدی و یک بخش رصد داره. خب اگر مسئله تخلف است، خب فساد اداری صرفی نیست که پول تا و بالا شو، پول دزدیده شو از بودجه یا رشوت هست، چی میگه امبزلمنت میگه، دوزی از مال بودجه حکومت هست، بیکفایتی یک عامر هست، عدم اجراعات درست یک فساد است. یک مامور شما گذاشتین، یک رئیس، یک وزیر، یک مامور دولت زیر اداری حکومت موجوده، او آدم هیچ موجود نیست، یا به کار نمی، یا اگر هم هست در اونجا نمایشی باعث یک سرپرست کار میکنه. یک حکومتی که در طول دو سال 68 ولسوالی عمل زیر اقتدار یا زیر
اثر ولسوالان در حال تعلیق قرار داره. به اول لحاظ شما چطور میتونین که از امیت یک حکومتی که در درون خود از او تشکیل نشده، درست نشده، حکومت در حال در اکثر ارگانهایشان با حالت سرپرست به سر میبره. آقای فاروق وردگ اتهامی که معارف خیالی، مکتب خیالی، شاگرد خیالی، معلم خیالی گیر آمد و سب فرار کرد و باز در مطبوعات میبر آمد ضد حکومت شعار میداد که ما اینا را گیر کردیم و میدانم با پاکستان با بلای خط دیورند اینا جور آمدن گفته بعضی ها و توافق کرده با پاکستانی ها در برابر 40 میلیون بودی 70 میلیون یک پول یک ناچیز و اینا ما خبر دارم ما مدافع از این ملک هستم ولاغ بانم اینا و با شما دیدیم که او آدم خود از او در فساد تا خرخره قرار داشت و با زور باعث رئیس تفتیش با امرالله صالح وار یک آدم فرستادن که در قندوز چی گپ شد و حالی آمده قرار است که مشاور آقای اشرف غنی گماشته شود که او خاموش باشه چپ شود دیگه دو نزنه حکومت حکومت مصلحتی سر کس فریاد زد دیگه کرد و نمور صاحب یک چاکلیت در دانش میته و شتو کاری که آرام باش بیادر باز وام آرام پیشن شد مسئله پول است که گپ میزنه پول کم شد فریاد زیاد میشه اقتدار بود آرام هستن وقتی از اقتدار دور شدن انقلابی میشن وطن دوست میشن مردم دوست میشن ایماندار میشن ای معزلی عامی مردم افغانستان است بله سلام علیکم سلام علیکم و علیکم سلام سلام مسیح قاضی سر یه برخواست کنگل سی شروع بنده اکم زم مجبورم ستاد برنامه پنیستاد چوم خراباتی و مناجاتی نشته پر دو بجه پر دو بجه در ساسی دین در هند و در ایران و در عرش و گورو اگه دی خراباتی مناجات خراباتی مناجاتی دادی دی سبا بر سبا تجلیه نو آره او توامش دی پیام افغان نمخی اول دی خود پر گلاب منزی در از مرد بار بردر زنده با دیر ابتخار که دخواه بدیزی که خلق نبدی ارتجانه ده و حقیقتی بلی خبر دیز دیشو دی متوجی دی کن شمال مرد چنل لرو دادی دخته پوراز و دریس و کنداره انغتی غاره اغوسی دی کلان بجیب که نست ورک بلدی زخ بند کن برادران کغارو چه زخ مفورت کن ستاس اواز کنداره انو پا پرشتو زافی رپور دسی خطاب سام بلات کی کمک تسر کی یو تلویزن یو سات خلاص کی پاستا کی زخ مفورت کن در جنایت کاران چه پکندار که خلاصو هم لکه عبدالرزق و کماندان و قاضیان مندان هر جنایت چه فقط در یه ساعت پافتا که ستاسو در تلویزون باید دیره تو فعال که گیوهی لال ستاسو ما فی بی بشنی دی یو ستاسو رو میبوشی که سوال که نل رو یو در زداکر زاکی نایه کسر کور دو بدان تا تالا دا ایسی دادر کردی ستاسو در بی بشنی از ما در یورس که تو زین شویوی کدا گورم د افغانستان هغه ناارام ترین ولایتونه چې دي هلمند دي کنر دي او کندوز دي ور دي کې امتحان لاندې ورکي خو یو مثال د تراوم دغه د پېښور سره د کارخانو په نامه دلته وایي چې ازاده منطقه ده هېڅ نو مشکل نه لري د خلک ورې ډېرې اسان ده سرپنج چې پیسې ورې اسې ایډي نه دي غواړي په پېښور کې والله مشکلات دي قانون دي د جنایت دي نو دغه درې ولایتونه دي طالبانو ته ور دي کې امتحان دي کې یو میاشت نه یو هفته د وخت ورکي امرالله هم پسې بسم الله و امر الله و سالنگی دا غیر جنایت کاران دی خپل خصوصی جنایت کاران و تروریستان و مرواسی شرط تا طالبان ہے نا مولا دا امنیت را وی بی شرمی دی اوباما شرمی دی ملا شرمی دی جنایت کار دی دی نکلی دی دا امریکا ما شخور دی برا دا شارکان چا دا انم سن نپار ام نکر لی هر یا نپار چا دی که پاکستان کی دی که پا افغانستان کی هر دی پاکستان کی ما خواه دیولی دی دی شکچون پلار دی حکومت سر از بکت کار کی دی یاری شد حکومت سر کار کی دا امریکا ما شخور اگه دی بیایی با هم بستانی مثال سا داده خطاب سا دام تعلوه لیکی گوره تو افغانستان خود سپارت دا امریکا دی پر آقا غاره که نپریز دی پر دیه غاره دا سرک دی حق لری خیمه دی هدری لی دی نشتا که مشکل خوشا هر سو چه عریضا لری کزا حکومت پولیس کردی تا عویزی دیالتی وکی سپارت دیوری سو برادر سپارت تزمو حکومت که آقا غاره که پولیس نی پریز پر دیه غاره حق لری و خیمه دی هدری لکرمزا مشغوز
همیشه در رژید طولی و رژید به سپارت گرکی در صداقستاد حکمت از سرزی اوباما را سره تن موسی پیره کرده مردی عبدالله غنی نازی ناتکانا تاب کنو مکاره را کرده که مکاره که که نکه که نیه ملیشتی هم دی که دوله پا تالیبان پا سوه دریده نردی دا اوباما دا دی دانه پریو درینی مکلن انجلی تیره و نکه خبر بیداری درین انتخال انجلی و دا اوباما و دو اوباما حکمت یعنی غنی و عبدالله تیره باید وکی دلار خبری هیت انشالله که دا شنل موفقس دا ساعت دیر نوری کسی بدر شروع وی سو دا یو بل شباس سابر نامال ری اگر داغ دی دید دی تاکی بوما دا جنات کاران نمان کل گردم براخی نوری ناخی و جنات کاران یا خور دا هر وقتی نمان که عبدالله بسم الله سالنگی عطا نور کرزی دا کرزی ورونه دا بیر نمون شاکی دا خلق پسی نور که پیشیاری دی نوی نسل پا خبری ری دا دا اور جناری و دستا حقل زیادی دارتی که نزکی نو شب اغام خینان دی غداران دی مدخور دی شاستا برنامه آوری دردی که هر یو حق بند لری نسر اغام پا موت نلگی جو بیدر ہے چونی غنی عرشت لری برا دشوی دو بجی جی و بجی دری بجی ساد غنی دی هندو دی ایرانو دی سعودی و دی عربی ملکو عرشپو نمود آور نو ام خرابات ام ناجات ام ریز داخل مسلح کچو نازی سوی سا کسی بیدی جو بکری وی تا دی بسیش می اختر دی پر کندران راق قومه راسی قومه کوئی که نخوی کنیزی رو تر مغام جب مغام مولی مغام جوندی مغام دختای باما آلالالال دا دبتو روزه که قاضی صاحب دا خبری به داخل که وکری اولا که خیلی کارچی دی سی روان دا کنزلی و دا پوچ و دا دی مال نظره ما تا لکه مبشر ورور غوندی مان دی سن لوی دا لطانم باید موگ از دکو دا چی تا دا شاندی ویلی آقا نو خدای دی تا مال شی پار حال یقینا دا ارشادات دی تا واوری دل سو خرابات و مناجات دی ویلی در خر خبر دیاده کرد در یک فکایی را ما او رو شنیدم در خانه برای ما گفتن گفت که اونا در فیسبوک بود کدام جایی ده بود میگه یک موتروان یک خر زده بود باز از خر پرسیده بود که تو او خر چرا در ما بین سرک تیر میشودی گفت نه ولی ما آدم واری تیر میشودم او خر بود مرزت خر واری ولی یقینا نمی خودی خواص بعض انسان ها خواست یک حیوان به خود میگیره و یک درنده را به خود میگیره به حد بیراه میشه که امو شعور انسانی و مغز انسانی از او رخت میبنده هم لغت میزنه و هم شاخ میزنه و هم افکار میکنه و افکار مردم و جسمان و روحان مردم آزرده میسازه و میترتیب است در اینجا یه خبر دیگه دوستان عزیز و هم جالب بود قابل تبصره است ای کاش میشد افغانای ما تبصره کنه بالای این مسائل عالمی از مواد در سیاست موجود است و علمای سیاست در هر خانه نشسته میشه صحبت کنن خود حکومت افغانستان میگن یا راپورایی که از درون افغانستان میرسه 86 یا 68 اولسوال با حالت سرپرست به سر میبره وقتی شما میگین سرپرست یعنی به ما چی؟ و آدم میای ماش خود میگیره بیادر و اگر شد دستش در چنگش هر چیز آمد برزی که اولسوال هستی مگر مسئول نیستی خودت یک آدم سرپرست هستی بازخواست از خودت شدن نمیتانه خودت باش انتظار بکش تا که ما آدم اصلی را روان کنیم این چی معنا را افاده میداره؟ خود حکومت در حالت موجوده کسایی که تقرر حاصل کردن در دوزادوزی و فساد اداری دست داره طوری که اینا یک گرگانی به نام قضایی و عدلی مبارزه علیه فساد به یک حساب اساس گذاری کرده و آقای اشرف غنی آمادگی میگیره برای نشست وارسا او موجوده هست یعنی 68 ولسوال از زمره 350 ولسوالی تقریبا 25% یا 30% ولسوالی ها یا بیشتر به حالت تعلیق به سر میبره به حالت سرپرستی از اونا شما چی اجراءات لازم دارین چی میخواین یا کسی که مسئولیت برش سپرده شده
مسئولیت خود ایفا نمیدارم، مگر کسی که هیچ مسئولیت برشان سپرده نشده، ایر شما چطور میتونین که حکومت بگوین که حکومت درست مردمی یا فعال هست؟ یعنی تقریبا 25 26 یا 30 درصد ولسوالی ها در افغانستان فلج است، یعنی شناخته شدن نشده به رسمیت، ولسوال نداره در حقیقت. شما توجه بدارین خود حکومت افغانستان میگیرین. خود حکومتداری خوب یکی از دشواری های بزرگ در افغانستان بوده است. انتظار می رفت که تا پایان ماه حمل با گماشته شدن ولسوال های تازه پس سپری نمودن آزمون در کار حکومتداری در افغانستان تغییراتی به میان آید. اما این وعده حکومت هم تا اکنون عملی نشده است و 68 ولسوالی را در کشور سرپرستان اداره می کنند. هرگاه گزینه سرپرستی به شکل متداوم ادامه پیدا کنه، ممکن است مؤلفه های اصلی حکومتداری خوب که شفافیت، عدالت و پاسخگویی به نیازمندی های مردم هست، اونها را به صورت بسیار جدی صدمه بزنند. باورهای هم وجود دارند که سرپرست بودن ولسوال ها به گونه مستقیم بر امنیت در افغانستان نیز اثر می گذارد. به حکومت وحدت ملی نباید این معضل را ساده بینگارد. زمانی که ولسوال سرپرست میکنند، سرپرست هیچ وقت کار جدی را در مورد ثبات و امنیت کردن نمیتواند. اما اداره ارگان های محلی که خود از سوی یک سرپرست اداره میشود، از تلاش ها برای پایان دادن به سرپرستی ولسوال ها اطمینان میدهد. یکی از خواسته های ما رهبری اداره مستقل ارگان های محلی از مقامات سیاسی همی است که پروسه استخدام تسریع ببخشند. افغانستان 376 ولسوالی دارد. ادامه کار سرپرستی در ولسوالی ها در واقع فلج ساختن حکومت های محلی دانسته می شود. بله دوستان عزیزان، چه عرض کردم قبل از این کلیپی که شما دیدین از رسانه های افغانستان هم طور است. به این منوال مو شطور گفته بود که کمرت یا گردنت کج است، بی بی که کجای ما راست است. بله سلام علیکم سر برادر محترم استاد صاحب. سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدید. خوش باشید، زنده باشید، سلامت باشید. اشرف غنی فکر میکنم که یک تصمیم بسیار خوب گرفته. بله خوب است که اول دوستم محاکمه کنه، خلیلی را محاکمه کنه، عبدالله که یک قاتل جنایتکار هستی را باید محاکمه کنه. والا بسیار تصمیم خوب تر از این باره شروع کنه. حالا اگر شما متوجه شده باشید، دمی شما فیلم دوستم نشان دارین چند روز پیش، درست پیش چند نفر بسته کرده بود مثل مرغ وارد در چکوری انداخته بود و خودان که همون بیچاره گرکا تا بال زنده هم هستن نیستن. وقتی که بدبخت اونجا میره خود طالبان میرن مگریزه خورم اون مردم بیچاره را مگیره سپاه شبسته میکنن. او یک احساسیت خاص در مقابل مردم پشتون داره، اقناق مگره کشته میره. خب بگیر اول از همون دوستم شروع کنه، میره محکمه کنه. دیگه شما امروز یک تفسیری بسیار مفصل خوب درباره حالت فعلی افغانستان در حالت جنگ کرده. اگر فکر کنه که جنگ به نفع کی است؟ اول خود جنگ به نفع ایران است که نماینده حکومتش ایران بارها گفتن که همین از بین رفتن طالب هایی ها بسیار به نفع ما تمام شده، به نفع ایران است. یعنی امروز اگر جنگ فرض میکنم خاتمه پیدا کنه، ایران توسط همین نوکرهای خود باز جنگ مشتعل نگاه میکنند در افغانستان. و دیگر جنگ به نفع امریکا است، چرا که امریکا وقتی که در افغانستان تقریبا جنگ به آخر رسیده بود، یعنی اگر به حالت عادی افغانستان مانده می شد که در اینجا یک حکومت که اراده مردم را تمثیل بکنه با وجود بیایه، حتی حکومت هایی که مثل تاجیکستان و ازبکستان و خود حکومت پاکستان حتی بلرزه آورده بود، در اونجا باعث تغییر حکومت می شد. شاید که در اونجا مردم موفق می شدن که خود نماینده مردم قدرت را دست بگیرن. همچنان در ازبکستان، در تاجیکستان، در آذربایجان و در قرقیزستان و روسیه از طرف جنوب خود از این ممالک اسلامی برکلی معاصر است. و در خود روسیه هم 25 میلیون
مسلمان زندگی میکنه و طویل المدت که به می حالت مانده شوه و همی ممالک سنی مذهب یک فدراسیون جور کنن، روسیه هیچ چانس نداره که بایا آل مسلمان ها به روسیه تن میده. او وقت روسیه مجبور میباشه که بایا تن بده، چرا که بقای روسیه به مربوط به یا میشه و مسلمان ها تعدادشان هم روز به روز روز افزون شده میره و تعداد روسا روز به روز کم شده میره و در غیر از او اگر اینجا بالت طبیعی مانده میشد و یک فدراسیون جور شده و یک قدرت اقتصادی بسیار خوب در منطقه جور میشه که ایران ایران نمیخواه و امریکا نمیخواه، چرا که امریکا میخواه که حتی با مویسوی های خودم رحمت الله ندارم میخواه که همی مملکت روسیه که یک مملکت بسیار غنی و بسیار معدن و تیل و همه چیز داره این رو طویل مدت زیر کنترل خود بیاره و این مردم روسیه را استثمار و استعمار کنه. از او خاطر امریکا طاقت کرده نتانست و راشو بره خودش برپا کرد دنیویارک، او را بهانه گرفت و که اصلا یک افغان هم در او ترور شرکت نداشت و آمد افغانستان پس اشغال کرد و تا اینجا همی جنگ و بدبختی را برپا کرده و تا وقتی که امریکا در افغانستان است و قدرت داره این جنگ و بدبختی ادامه داره. یگانه راه ختم از این جنایت که امریکا در اینجا میکنه و از این خانه جنگی و از این آدم کشی این همیست که همگی مسلمان ها در اینجا موافق شون و یا موافق شون و قوای خارجی را از منطقه برانند. غیر از او این همی بدبختی ادامه داره. وقت شما را گرفتم. شاید جالب تبصری شاید جالب فرمودین یقینا. خب اول خواهیم 16 سال یک وقتی بسیار طولانی است برای حکومت داری و اجراعات که آدم ببینه که در افغانستان چی شده. خب افتخارات هست نداریم، آزادی و استقلال و اتانمی ما از دست رفته، اقتصاد سر پای خود استاد نشده، متکیس به دیگران، خود ارادیت مردم تمثیل نشده، حکومتی است که توسط بیرونی ها از بن آمد و دو دوره تحمیل شد، بعد از او معذرت بعد از او حکومت جبری و تحمیلی آقای جنکیری و یک دوری دیگه هم شاید در پیش امینا رو پرتن سب. خب جایی که یک نفر یک برده دیگه خودم میاره خب میگه امیم از دورا رو حالی میشناسیم، اما حکومت کرزای میتونه بود که بشار یک شخصی بشار فهمیده بود و دانشمند بود و امریکا او را برای امیال خود او را گفت خب همین درست است همین پرزار، ولی جایی که یکی دیگه از یار بیاریم همین آدم عینی چیز است، مرغای را که برای زب هم میبره هر کدامش دست مندازه و علال میکنه و سر میپزه، برای از وایتون است که سفیدش بسیار خوب است یا سرخی از او یا کدام رنگی دیگه از او برده برده است، یعنی میار در بدترین یک اجتماع را وطن فروشترین طوری که چرچل گفته بود میاره حاکم میسازه با یک کتله که از حق خود دفاع کردن میتونه امو دوام داره. همینطور که شما فرمودین یقینا یک فدراسیون درست شده میتونه و امی فعل و فعالات جهانی را آدم نمیدانه. در طول عمر بسیار کم ما تقریبا و چندین رژیم دیدیم و انقلابات صورت گرفت، افغانستان اشغال شد، از دست اشغال بیرون شد، مهاجر داریم، مجاهد تشکیل شد در افغانستان، یعنی همه یعنی 40 سال پر حوادث بود در افغانستان، چهره ها شناخته شد، افغان درست ما شناختم والا، مسلمان شناختم که مسلمان چی کرده میتونه، کسایی که تبل وطن دوستی و اسلام و اینا را میزدن، ما وقتی در پانتون بودیم یک گروپ میدویدن و سبزد پادشاه اورا و چپیها بودن و پرچم و خلق شعارهای لینین و لینینزم خود سر می دادن برای دفاع از مردم افغانستان، باز یک طرف یک چند تا می دویدن و علاو اکبر می گفتن و سب کلمه در دست شان و سب بده و بده و وام از مردم افغانستان، از خدا، از ملت و اینا، از اوامر خداوند دفاع می کردن. و هرم میگفتیم اینا کی هستن؟ میگه یه اخوانی هستن. او اخوانی چی هست؟ این تو یک ازب هست و صاحب در او را مطالعه کردیم یقینا گفتیم خب ازب خدا خب بهترین ازب هست و بیاده
چپی ها رو می دیدیم که شعار می دادن و سر آویدان آدم سر می کرد که واو اینه از وطن دفاع می کنه، از مزدور بیچاره بدبخت. امی ارگ قایم گرفته بود که در امینجا کل فساد در امینجاست، فیودال ها هستن و دیگه هستن. اونو خود دیدیم که امتحان شد، هر یکی برای خود کار کرد و دیگه دوید در علقه بردگی از اونا رو. یکیش همی دوستم بود، آغاز حیات سیاسی دوستم هم مطالعه بداریم. حالا هم بیادر خوب امی کسایی که از اسلام میگن رمی درون یمی خود دستگاه، حتی یک سلامت یک شورای علما را معاش میتن که شما فتوا بتین ضد طالب که اینا محکوم هستن در ماه مبارک رمضان قتل کرد. و طالب خونه میتونه بگه که ولاد ماه رمضان ما قطع میکنم، دیگه هیچ ضد خارجی ها جنگ نمیکنم و شما در ماه رمضان هر چیز که دل شما شد بیاین هر بمی را میاندازین، هر کارتوسی را خالی میکنین، ما استاد استیم در فلان جنگ چون رمضان. اونا خو میگن چون جنگ ما، مبارزه ما، جهاد ما دینی است، در ماه رمضان دیگه هم اونا شعلور میشن، دو آتشه میشن، مای بخشش است، مای قرآن است، اوامر قرآنی است و جنگ میکنن. ولی مدافع از این ملت آیا طالب هست یا حکومت افغانستان که بودجه داره؟ گفته قاضی صاحب که برن یک چند ولایت برای طالب ها بتن که اونا چطور به پیش میبرن. و طالب خودتو نشده، طالب میگه حکومت است تا که 46 49 کشور است در افغانستان، ما جهاد میکنیم، ما اینا رو میخوایم از افغانستان بیرون شوند. در این راستای جهاد ما با قطار پلیس هم حمله میکنیم، پلیس است که ما رو میزنه میکشه، تفنگ در دستشان است، امینا رو تربیه میکنه برای کشتار طالب. ما با ما چی میگه گفته خود از اونها مجاهدین، دشمن ماست، ما بار از بین میبریم. اگر رئیس جمهور هم گیریم محمد هم اینطور میکنه، او درگ است و قوای ناتو و یه آدم دادم را گیریم محمد ای را میکشیم. در اینجا مردم هم است خواهی نخواهی در یک اجتماع هم تو که تیاری بی پیلوت پرواز میکنه و میزنه، سیاه و سفیده نمیبینه، یا بیمارستان یا شفاخانه دکتران به سرحد در قندوز بمباردمان میکنه، مریضا را قتل میکنه. ما امروز خبر شدم یکی از اخباری که طالبان کسانی را که از شهرهای قندوز و بغلان را بوده بودن اونا در یک زندان برای تحقیقات گذاشته بودن. هواپیمای بی پیلوت امریکا برخواسته همونجا را به نام طالب که طالبا در اینجا هستن بمباردمان کرده، و کسایی که را بوده شده بود کلش را کشتن و قتل کردن. طالب میگه که شما خب زد طالبان، شما شعار میدادین اون مردم را پیمایی میکردین که از شهرهای قندوز و بغلان ما افراد را بودیم زد ما، و امروز همو اشخاص خو اینا کشتن، قوای ناتو بگویم یا امریکا، شما چرا خاموش هستین؟ مگر قتل از او برای شما اهمیت نداره؟ ربودن از او برای شما اهمیت داشت که طالب کرده و بادارای شما متاثر می شدن و امروز بادارای شما آمدن امو زندان شلیک کرده و اونا رو کلشان رو کشتن. یعنی بیان بیمین شما کجا هستین؟ یعنی یقینا امروز افغان افغان می کشه و دیگه سیل می کنه. حتی ما شنیدم که در افغانستان اگر یک حکومت طالبی همین طالبایی که قرار است به قبضه پاکستان و اشاره پاکستان به افغانستان فرستاده میشن و دعوای حکومت و حکومت داری را دارن، اگر در افغانستان موفق شود طوری که محترم ما فرمودن، پاکستان میگه که بابا اگر حکومت طالبی در افغانستان مستقر شود و این بار قوت هم داشته باشه و استقلال هم داشته باشه، یه قدر زد ما اینا حس انتقام دارن که بسیاری طالبا را ما بگیر امریکا دادیم و فروختیم، در گوانتانامو بی بردن، زندانی ساختن، در اینجا در زندانهای خود انداختیم و استشاری ما امریکا اینا را شلیک کردن و کشتن. و در پهلوی از او اگر یک حکومت طالبی در افغانستان بیاید، خب ما هم طالب داریم در پاکستان، ما دامن خود در میگیریم
و ابدا نمیخوان که حکومت طالبی در افغانستان روی کار بیه. و معنی از این که خود انتحار کنن توسط یک حکومتی که در افغانستان زیر سلطه طالب قرار بگیره. شما ببینید در خم و پیچ سیاست اگر یک کمی که عمیق مطالعه شوه چی چیزهایی را آدم میبینه. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب سید نظیر. سنگه جان جوری پخیر خیر و خیریت میرم. بس خطاب سید هر خواهر خواشینی خبرو ندید افغانستان در این روژیم هست که از خواهر خطاب سید دو دقیقی در افغانی شیعه ملیشو چه سوریه تا ایران در خالی گلکی پر باره که خطاب سید میره بانی اوکی میره بانی دوستانی راپورون و معلومات لمخه قریب اتز رمشته افغانان مهاجرین پیران و یا تعداد راستن در افغانستان د ایرانی حکومت واکمنان لخوانه کنه د مذهبي جنگ تر نامه د سوریایانو د وژنې لپاره جبرن او یا د پیسو په مقابل کې سوریې ته لیږل کیږي. په دې کې ایرانیان د اخوندان دوه هدفه لري. اول دوی غواړي افغانان د ایرانی لښکرو لپاره په سوریه کې د یو سفر په شان استعمال کړي چې په نتیجه کې د ایرانی لښکرو د مړینې تعداد کم شي. او دویم د ایران اوږدمهاله هدف دا دی چې د دې افغانانو نه د ازبلا په شان داسې یوه ډله تربیه کړي چې په عملي جنګونو کې مهارت ولري او د افغانستان د تخریب لپاره په راتلونکي کې د مذهبي جنګونو تر نامه ترېنه کار واخلي. جالبه ده. دا به د افغانستان لپاره ډېر خطرناک وي. جالبه. د ایراني اخوندانو دا کار چې افغانان سوریې ته په ناجایز ډول جنګ ته لېږي د مهاجرینو د مجبوریتونو نه غلطه استفاده کول د مهاجرینو په حق کې نه یوازې د بین المللي قوانینو په خلاف دی بلکې جنگی جنایت هم دی. افغانی مروت هم دا تقاضا نه کوي چې د بېګناه خلکو په ضد د بل چا د ګټو لپاره وجنګېږي. ایراني اخوندان په نهایت کې افغانان د خپلو شومو اهدافو لپاره استعمالوي او په آخر کې که چیرې د جنګ ضد او د صلحې بنسټونه هغوی چې په داسې جهاني قضایاو کې تخصص لري دا مسله نړیوال او لاره دې ته هواره کړي چې اکثره هېوادونه په ملګرو ملتونو کې هوکړه وکړي چې دا ایرانی عاملین د جنگی جنایتکارانو په لیست کې شامل او په راتلونکي کې محاکمه کړي. نو دا به هغه لاسته راوړنه وي چې ایرانی عاملین د دې کار نه لاس سر شي او د سوریې بېګناه انسانان د دوی په لاس د وژنې نه وژغورل شي. ډېره مننه. جالبه تحلیل ته وکړه. یقینا معنا پکې پرته وه، منطق پکې پروت و. یقینا دوی شاید اول همغه مخې ته واچوي. روسانو په وخت کې هم د افغانستان د جهاد په وخت کې به روسانو وای اوله د پرچم و خلقو دغه خلقیانو خصوصا چې ډېر احساساتي و رحم یې وای نه درلود جنګي قوه د روسانو په افغانستان کې زیاد همدغه بریتور دي موږ پښتانه خلقیان وای دا کارونه به یې کول. لاړل به هغه منطقې ته همدا ځینې لوچک پرچمیانو به ورسره همکاري کوله او هغوی به اول قطار کې تلو او صاحب چې موږ یې نه پرېږدو د هغې د اشرار دی و دا خبری کنون بیا تا اقی با روسان با شاخ چطا ورد سره وردلی اقی کول بای پا اقی که سوریه که هم هم داست شده ایتا فرموده درسته دو با پایستی و سپر لغوی نم استفاده که پا جنگ دا معمول دا کلا دا امریکا بمباردمان پا عراق که ده دی ما یدیگی دا گالف پا جنگ که یا تسو امریکایانی نیولی و پا عراق که و پا مغزوی که چه د ارګ شاوخوا او د ریاست جمهوری و دغه امریکایان یې غونډ کېنولي وو چې امریکا بمباردمان ونه کړي چې خپل امریکایي مړ نه کړي. دوی هم پایست یو سپر له ترې استفاده کړي او همداشان ته وویل چې همالته جنګو کې عادت شي دا جنګ هم یو ځان ته یو تمرین غواړي بیا هماغوی چې بېرته بقایا راشي بیا افغانستان ته یې رالیږي او د آینده و راتونکی په باره کې دوی غواړي چې یو هغه ولري یو قدرت و توان باید ولري. دوستان عزیز ختم قرآن عظیم الشان از طریق تلویزیون پیام افغان ساعت بعد از افطار به وقت لس آنجلس صورت میگیره. از شما خواهش میکنم که باز لطف کنین تلفن بزنین و اگر دست دعا بلند میدارین در یه ختم قرآن که همه ما اشتراک داریم انشاءالله از آغاز ماه مبارک رمضان استماع فرمودین. البته دعاهای صورت خواهد گرفت انشاءالله. یک شب بسیار روحانی و مقدس هست. هر شب ماه مبارک رمضان هر روز مقدس بوده. مگر در این شبهایی که خود کلام الله مجید ختمانه قرائت میشه و دعا سر داده میشه
انشاءالله همین ما اشتراک خواهیم کرد. ساعت بعد از افطار که ساعت 8 شام است و در اروپا شاید طرفای سحری شما و همچنان تکراری از زور قرار بود که ساعت 6 صبح وقت لس آنجلس که البته 3 فردای شما ساعت 3 بعد از ظهر وقت اروپا میتونین تکراری از زور تماشا بفرماین. به هر حال دوستان عزیز باز هم ختم قرآن عظیم‌الشان در مسجد سید جمال الدین افغان در شهر فولرتون فراموش ندارین. فردا شب، شب 27 ماه مبارک رمضان، انشاءالله ما اونجا حضور میرسانیم، جمع میشیم. از شما هم خواهش میکنم کسانی که در اطراف قیب یا دور و نزدیک قرار دارن در این ختم اشتراک بفرماین. با هم در نزدیکی ها و همچنان روز عید در ماه مبارک بعد از ماه مبارک رمضان تجلیل از عید سعید فطر در مسجد سید جمال الدین افغان در شهر فولرتون 3635 ویست والنسیا درایو فولرتون 92833 البته تجلیل خواهد شد. یعنی خواستم برز برسانم سراغ اعلانات و انشاءالله دوباره برمیگردیم. قرآن شریف کتاب آسمانی مسلمانان همینک به زبان فارسی و بر روی سی دی متصدی و نطاق فارسی عمر خطاب. ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی از صباح الدین کشککی. تلاوت قرآن توسط قاری برجسته جهان شیخ محمد صدیق المنشاوی. ترجمه کامل 30 پاره قرآن شریف به زبان فارسی بر روی سی دی برای شنیدن در منزل، محل کار و حتی اتومبیل. تلاوت عربی به همراه ترجمه فارسی بر روی سی دی. برای سفارش با شماره 818-884-7018 تماس بگیرید. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. تا کسانی را که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند پاداش دهد. اینهایند که برایشان آمرزش و روزی گرامی است. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. سفر حج و عمره با کاروان ندا المغفرت. تخفیفات و خدمات عالی برای مهمانان بیت الله شریف. برای تمام عزیزان در جرمنی سفر راحت و آرام را با حرمین شریفین به طور گروپی و انفرادی در هر وقتی که آرزو داشته باشید با معلمین و استادان عالی قدر استاد خبیب سادات، مولوی مجیب رحمان انصاری، مولوی محمد دین و مسئول کاروان قاضی محمد نسیم امین با حلقه های درسی برای خواهران و برادران به زبان های دری، پشتو و عربی و آرمانی، ترانسپورت مجهز، دعام در هتل مینا و عرفات، هتل های راحت و آرام در نزدیک حرمین شریفین را آماده می نماییم. برای حج فرضی امسال هرچی عاجلتر ثبت نام نمایید. وقت کم و جای محدود است و همچنان دوستان و عزیزانی که میل سفر به کشورهای آسیا و اروپا را داشته باشند با تخفیف عالی و قیمت مناسب در خدمت دوستان می باشیم. برای کسب معلومات بیشتر با تلفن ها و ایمیل آدرس زیل با تماس شوید. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر
آلمان، هامبورگ، شرکت پامیر، دوسلدورف، شرکت ساعد، افغانستان، شرکت پامیر، نوآوران، هرات، کانادا، وانکوور، شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان، شرکت پامیر، لندن. قابل توجه، احمد استودیو، نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در اروپا. اگر می خواهید اعلانات تجارتی خود را جهانی معرفی نمایید، اگر می خواهید برنامه سازان برنامه مستقیم تلویزیونی داشته باشید، اگر می خواهید هنرمندان هنر خود را و یا اعلانات کنسرت‌های خود را به سمع دوستان برسانید و همچنان اعلانات فوتی را از این طریق منشر بگذارید، شبکه تلویزیونی پیام افغان در همه این موارد توسط احمد استودیو در هامبورگ با شماست. اعلانات تجارت شما که از طریق تلویزیون پیام افغان نشر می‌گردد، در تهیه و ترتیب کلیپ‌های تجارتی، من احمد شریفی از احمد استودیو در خدمت شما هستم. زیری کندهار حبیب ستور چی نوی پا اورین پساج کی پا دند شروع کرده ده. یو افغانی مارکیت دی چی تر یو چتر لاندی ده افغانی وچی میوی چی عبارت دی لکندهاریش چندخانی کشمش او انزورو ده بدخشان دیره ده غزنی او هرات کشمش پکتیایی جلغوزه او نور دول دول ده شک ایفیت در لودون کی افغانی وچی میوی او اندی مساله یا توب چی استاسو ده لاسرسی لپاره چمتو دی. همدارنگ ده حبیب نوروزی او هرزو حبیب پنامه دیر خوندوری او ده شخوند او زایکی ور ویجی دلت پا امده او پرچون دول لکندهار حبیب ستور چخه ده میرمن فرخوندی حبیب پا مدیریت تر لاسه کولیسی. پهارا پولا چیا قربان کرم داخل کلی با پتا سگران کرم. ما همواره در تلاش هستیم تا افطاری تهیه کنیم، غذاهای دلخواه خود را انتخاب کنیم و یک افطاری مناسب و خوب داشته باشیم. اما آنان برای به دست آوردن تنها یک لقمه نان تلاش دارند. آنان فقط برای زنده ماندن می کوشند. چه می شود اگر برای آنان نیز کمک کنیم؟ با مراجعه به صفحه اینترنتی irusa.org زکاتتان را در این رمضان همین اکنون به مؤسسه امدادرسانی اسلامی در امریکا بدهید. شرکت مواد غذایی بابوری، بهترین برنج های بسمتی زرد و سفید فامیلی را به طور عمده و پرچون در رسط شما قرار می دهیم. همچنان از این فروشگاه انواع مواد غذایی افغانی، ایرانی و اندی را با کیفیت اعلی به دست دارید. آدرس: بیل اشتراسه شماره 98، شهر هامبورگ. موبل پلازا، مغازه موبل فروشی مدرن، بهترین کاوچ ها، میزهای زیبای تلویزیون و سالون، میزها و چوکیهای مدرن طعام‌خوری را با قیمت‌های ارزان تقدیم می‌دهد. همچنین بهترین مبل ایتالیایی، اتاق خواب بزرگسالان، مبل مکمل اتاق خواب کودکان،
اضافه از 200 نوشیدهای ظریف کریستال. میز و چوکی با پوشها برای رستوران‌ها و سالن‌های کلتوری را با بهترین کوالیتی تقدیم شما می‌کنند. و سایر اشیای مورد ضرورت منازل خیش را از مغازه مدرن موبایل فروشی پلازا با قیمت‌های کاملاً اقتصادی تهیه داریم. آدرس: موبایل پلازا، همبرگر اشتراسه شماره 167، شهر هامبورگ، جرمنی. با نوشیدن یک پیاله چای الکریم، بهترین چای با عطر افزون کننده و طعم آرام بخش، روزتان را آغاز نمایید. چای الکریم در بهترین منطقه ای که 2000 متر از سطح بحر بلند است کشت می شود. برنج الکریم، برنج عمران، برنج القصر الکریم. برترین برنج ها با طعم فراموش ناشدنی و عطر خوشایند از صادرات کشورهای هندوستان و پاکستان. برنج های دوست داشتنی خانواده های افغان و ایرانی. این برنج ها را به طور عمده و پرچون از شرکت تجارتی الکریم در شهر هامبورگ و خوراک فروشی های افغانی در اروپا، امریکا، کانادا و امارات متحده عربی به دست بیاورید. برای معلومات بیشتر لطفاً با شماره تلفن 00494386360 وارد تماس گردید. دوستان عزیز، عرض سلام و احترام خدمت شما. باز هم البته در آلمان آهسته آهسته با وقت افطاری کسانی که روزدار هستند نزدیک شده میرن، و در امریکا خصوصا در جایی که ما قرار داریم، غرب امریکا، قریب به ساعت 12 روز است و ماه جون که البته گرمی ها آغاز میشه، روزهای بسیار داغ را تا این دم سپری کردیم و روزهای گرم و داغ در پیش است. و یقینا شما باور کنین، یگان بار در ماه مبارک رمضان آب یا نوشیدنی به حد قیمتی میشه. ما یک وقت در اقتصاد خوانده بودیم که اگر شما در یک بیابان گرسنه میشین و تشنه میشین، یک لیوان آب یا گیلاس آب که شما را زنده نگه داره، هر قیمتی را که یک نفر تعیین کنه شما میخرین. یعنی هر قدری که آیسته آیسته به جوی و نهر و آب آدم نزدیک میشه، قیمتی از او کمتر شده میره. اما تو راست همون سپلای این دیمند یا عرضه و تقاضا در ماه مبارک رمضان هم وقتی آدم تشنه میشه، ما با فرزاد جان صحبت کردم، گفتم اگر مسئله ایمان در ارکان اسلام اولی از او نمی بود و به خداوند آدم متعهد نمی شد، این راستی همه ارکان دیگه دین اسلام آهسته آهسته رخت می بست. از او لحاظ در چه دین اسلام، آغاز دین اسلام با کلمه شهاده لا اله الا الله و محمد رسول الله در اینجا نهفته هست که یک انسان با رسن ایمان خود قائم می سازه و بعد از او بلند می شه و صعود می کنه. وقتی اون نبود، مثل که از هوا آدم قائم بگیره و هر بار در هر لحظه در حال افتادن می شه و یک اتکای نمی داشته باشه. در ماه مبارک رمضان هم گرسنگی و تشنگی اینا از لحاظ روانی میگه mind over body، یعنی خود تأثیر فکری انسان بالای جسم انسان فوق العاده است.
کازمو افکت میگن. اینا مطالعاتی که صورت گرفته مغز انسان است که بسیاری دردای بدن بسیار آسان میسازد، تحمل میکنه و حتی احساس حتی نمیدارن و امو انگیزه های درونی بسیار مؤثر است نسبت به بیرونی. بنان ایمان در درون یک شخص مؤمن تشنگی و گرسنگی و اینا برش بی تفاوت میشه، آزارش نمیته، حتی خرسند میباشه که گرسنه شد و تشنه شد و بیشتر ثواب حاصل کرد، کمایی کرد از درگاه خداوند لاعزال. دیگه به او خاطر انشاءالله این ماهی که تمرین پالش ایمان انسان است برای کسایی که روزدار هستند، یکمکی چیزی که میکنن او را تحقیق و مطالعه میکنن که چی سود و مفیدیت برای شخصیت و روزدار خواهد داشت در اخیر ماه مبارک رمضان یک موجودی صورت بگیره. در غیر از اون نان نخوردم، ماو نخوردم. گفته یکی از دوستا که شما مسلمانان تنها صرف یک بار غذا را قطع میکنین، باز دو برابر از او در سحری و در وقت افطار میخورین. از لحاظ خود مصرف غذا یا فود کنسامشن اینا میگن، یعنی مقدار غذا در رمضان توسط بعضی روزداران دو برابر خوراک صورت میگیره، پروتین و البته کربوهیدرات و اینا را بیشتر ما میخوریم. مثلا اگر یک روز در ماه غیر ماه مبارک رمضان آدم در چاشت فرض کنیم یک غذای عادی میخوره، شب هم غذای فراوان موجود نیست، صبح هم با یک چای و نان، و آدم در سحری با تخم و سبکه برنج و قورمه و در وقت افطار هم به می ترتیب همی غذاهای متداولی ما افغانا همی از پلاو است و چربی از آستین ما سر میکنه، دو برابر سه برابر فود کنسامشن داریم. کنسامشن دیگه او هدف هم برآورده نمیشه اگر به مو ترتیب باشه، مگر ای که برای امو خود خواص پیغمبر اسلام مراجعه شد و فرمودن که شما وقت از سفره غذا بلند میشین تو فکر کنین که باز هم احساس گرسنگی دارین، یک چند لقمه کمتر بخورین. به هر حال اگه او سنت پیغمبره که اول مبلغین دین مراعات نمیکنن و باز بعد از او ما مردم عادی خو به مو ترتیب دیگه ببینیم که بالای ارزش های فکری ما، زبانی ما، شخصیت ما، صداقت ما، راستگویی ما، حس حسادت ما زدوده شده، بدبینی ها زدوده شده، حس انتقام ما کمتر شده، ای چسب زدن به ای که ای پرچمیسی خلقیسی و اخوانیسی سوس و صاحب کارخانه نفرت ما چالان از سوس زدوده شده. آیا آدم بهتر شدیم؟ آنچه قرآن میگه اگر نبودیم دیگه صرف نان نخوردیم، باز زیوازش دو چند در دو وقت سحر و افطار نان خوردیم کدام فایده برای ما نرسیده، صرف یک اطاعت کردیم که خداوند هدایت کنه ما. بله سلام علیکم. سلام برادر محترم. سلام سبا جان. سلام، خوب هستین؟ خیر و خیریت مهربان هستین؟ جان دارین، صحتتان خوب هست؟ مهربان، خوب هست. من حرفای شما رو شنیدم، خوشا به حالتان که در این ماه مبارک رمضان شما یعنی در این گرمی زیاد و به می تشنگی و یا شتین وقتتان میگذارین، این یام خداوند اجر میده انشالله انشالله. و در پالوی پروگرامتان و بسیار حرفای و مزندم میزنین که بسیار خوش میشیم، خداوند توفیق بتیتانه. مسئله که امروز انفجار در افغانستان صورت گرفت مدام متاثر میسازه و از این که یعنی امنیت صحیح نگرفتن یا این نگرفتن این مسئلهش دیگه مهم است که اشرف غنی اگرچه که کارهای بعض کارهای خوب را پیش گرفته منتها مار آستین داره، باید ما تا که مار آستین خود او طرف نپرده فکر نمی کنم کشور ما این انفجارات کم شوه و مردم بیچاری ما در ماه مبارک رمضان رنگ شهید شده میره. مار آستینش ایست که در اردوی خود هم اینا خواهیم دارن،
در پلیس هم خائن دارن، در دفترهای خود هم خائن دارن. وقتی ما این خائنا فقط وجدان خود در مقابل پول فروختن و خود فروختن، وقتی که هر قدر امنیت شهر گرفته شود، وقتی که ما را غصین در خود آدم جای داشته باشه، هیچ وقت کشور آدم آرام نمیشه. فلحاظا اشرف غنی باید کار کنه که اولا می خائنای خود دفترهایی که در رفت کار است اینا را دستایشان بگیره و کنترل خود را اقدر پیشتر کنه، ببینه که در بین خودشان چقدر خائنا وجود داره. فرزن در جای امنیت گرفته شده مگم بازم انفجار صورت میگیره، چی که خائن خوده، اما خود عسکر خودش و کسایی که در دفترهایی که کار میکنن خودشان همین کارها را صورت میتن و میگن فلانی کد کالب کدی کدی کد، اما نه، همین خائناتی که به خود و با دشمنان فروختن و این کارها صورت میگیره، باید اشرف غنی خودشان همین کار را کنن که دستای میان ها باش که تکرار نشه. وقتی گران بایی شما را نگیرم بگیرن از شما مشنام، چرا حرفای شما سودمند است و زیاد خوش دارم که شما بشنام. خدا حافظ. زیاد تشکر. اول خواهیم دشمن متمایز شما، یک وقتی در جهاد از یکی از امی رهبران جهادی پرسید که بهترین مجاهدین شما در کجا هستند، در کدام منطقه افغانستان فعال هستند، زوری شما در کجاست، باز امو یک جمله از اونا به یاد ما گفته بودن که کی با چقدر صادق بود نبود، گفت بهترین مجاهدین ما در خاط کار میکنن. باز گفته بود در خاط کار میکنه و خب منبع استخباراتی حکومت چپی ها هست. گفت بلی او هست، مگر ما در درون مغزی از اونا کار میکنیم، استخبار میکنیم، میرسانیم تا حملاتی از اونا خونسا شو، از اونجا برای ما راپور میده که امروز اینا قصد اینی حمله را دارن، در اونجا نباشین. او برای ما بسیار مفید است، ما بسیار تلفات ما کم میشه. و یا در اونجا ما درم پلان گذاری از اونا او را میخواییم از نطفه خونسا بسازیم. ای که اقدر فعال بودن نبودن، راستی مردم های بسیار با تدبیر بودن نبودن، مگر خود امی چیزی را که او بیان داشت شاید از یک لابلای کتب سیاست مطالعه کرده و مخته امو را یک حرف بود زده بود یا هوایی گپ زده بود، مگر واقعیت امر امی است که در درون خود دستگاه حکومت شاید طالب را داشته باشه، در اردوی افغانستان داره، در نیروی امنیتی افغانستان شاید داشته باشه. اکثر امی قماندانای جنگی اردوی افغانستان مشتریای از اون هستن، طالبان مشتریایشان است. و تانک کی میخره؟ بیادر ما خودت خونه میخریم، در کشورهای غنی قرار داریم. در درون افغانستان هم مردم پولدار نیستن که تانک و راکت و اینا را خریداری کنه و کارتوس و فایر هم بیاد ندارن چطور فایر کنن. یا باید امی قماندان سالارای چون دوستم و امی عمله و فعالی جنگی جنگای کابل وحدت و جمعیت و اینا خریداری کنن و یا طالب بخرن. و امروز طالب خریدار خوب است، نخت دستشان پول میده، یک تانک میگیره، اونا ضرورت داره و دیگه برای روز مبادا شاید ضرورت داشته باشه، اما مشتری عاجل از و امو است. دیگه بنان اینجا در درون وقتی کاسه سر چی را بردارین، چیزایی را شما میبینین در دی ظرف سیاست که هیچ حد نداره. و دشمن ما حکومت افغانستان در درجه اول است. و اشرف غنی برای دشمن آور داره، خود اشرف غنی دشمن، عبدالله دشمن، امی حکومت، دستگاه حکومت دشمن هست. اگر شما منبع فساد رفع میکنین، باید حکومت خوب حداقل باید این کفایت داشته باشه، توانایی ها رو که طالب، ما شما هر کسی که آمدیم صاحب ضد امی حکومت تفنگ برداشته شد امنیت به هم میزنه، یکی خوب مسئله روشنگری است و صحبت است و تحلیل و تفسیر است، مگر اینکه اگر میای حکومت که اگر قرار باشه حکومت ناتو حکومت مردم است، خب باید مردم حفاظت کنن. ولی همین فرض کنیم 30 یا 40 نفری که تلف شده و دیگه زخمی شدن، این فامیلای از اینا را من نمیفهم، این کمره را ایتولو ملو ای تلویزیون های برده غرب ببره پرتندم خانه از واخو میرم که اینی یگانه از قاور شمی بود و باز خانم از او گریان میکنه و اطفال از او را نشان میتن، آدم دیگه هم جگر خون می سازه، یا برای از اونا یک ماش و مددی دارن یا ندارن، یا صرف همون
آمد و تلف شد رفت پس کلاه خود. برای بازماندگانی از اونا خود یک بودجه باید داشته باشه که اونا بی سرپرست میشن، بدبخت میشن و آدم خود رفت پس کار خود. نه کدام دفاعی کرد و از مردم، وقتی از خود دفاع کرده نتانه. وقتی همی عسکر و صاحب منصب ما با اردو ثبت نام میکنن و میرن ضد طالب، خویره خومدی اقل بگوی که بیادر اگه من نبودم بازی اولادا چطور میشه؟ بیادر پذری پیر ما، مادری پیر ما، بدبخت ها صرف خلاصه میشه به 300 دلار که ما برم سینه خود سپر کنم که باز قوای ناتو اینجا آرام بینشینن در قرارگاه های خود و شما وری چند تا دوز و دقل و بردی غرب بیاد دو دوره باز شما حکومت کنین، حکومت شما رو ما در حقیقت دفاع میکنم، مگر شما حکومت خوب باز ما رو دفاع کنین؟ خود حکومت دشمن مردم افغانستان است. بارها عرض کردیم اگر تفکیک دشمن ها نمیشه که کی دشمن اصلی است، در اینجا مشکل داریم ما. بله سلام علیکم. بله سلام برادر محترم، سلام مجدد. وعلیکم. فقط یک چند کلمه گپ دارم. بله. اگه اجازه تان باشه فقط مرا، چون وقت ختم قرآن شریف تان در نوقت شب ماست که میخوایم تکرار شه، فقط یک خواهش از پیش تان میکنم که شما بسیار دعای با صدق دل میکنین. من بعد از اید شاید عملیات داشته باشم، عملیات کلان، فقط شما دعا کنین. دو سال پیش من هم یک تکلیف داشتم، شما به مو دعایتان که در ختم قرآن شریف کردین من شفا پیدا کردم. و امسال هم بعد از اید قربان من یک عملیات دارم. اید قربان نه، بعد از اید ببخشین، آخرهای افطار است یک در یک تکلیف. فقط همی دعا را شما بکنین که خداوند مرا شفا بده. فراموش دارم. انشالله انشالله من کش میکنم. مگر شما هم اگر بیدار بودین، اگر بیدار بودین واسه بله، اگر شما بیدار بودین یک تلفن کنین برای زی که یک دفعه ما فراموشه منش. مگر به صورت عموم خود دعا میکنم شما وقت پروگرام ختم گرفتین که وقت سحری شماست، سحر شماست چار خو یک شب بیدار شوین خیرم تلفن بانین هم روزا ما گفتیم که اگر ما فوت کردم اعلان فوتی ما الله الله نه شبا جان گفت اینقدر بس دل شما متوفر دعا میکنین که خدا او را فکر میکنم که گناهایش میبخشه. خدا شما را کم نسازه صاحب. و وقتی مرگ آمد کل ما میریم صاحب، مگر خدا شما را طول عمر بده. من ان شاء الله دعا میکنم برای شما صاحب. قربان زنده باشین. بله مهربان. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی مهربانی اول خدای پاک دغه صباح جهان دغه صباح جهان دغه خوب دغه پاک عمر دراز ورک وک عمر او خدای پاک دې شفا یې اجره ورکې دا په لیدو په دې خاصه دې یقین مونږ سره دې خبري اورو او دوه خطا سه مبارک د افغانستان دی ول سره کوم بدبختی اشرف غنی وکړه په دې یو میاس کې ولاکه انګریز ولاکه طالب کړی من طالبان آتا یو انتحاری و کلی مثال یو سلو پانزوس نفر ملوک زخمین دی خوب شپیتاویا یا دی خونان دخت زیاد ملوی سبا بلارد بخبر استعداد بس و ترسیدل منگر ما اشرف خانی سی پیدی تورخان پی ساب که دومبر مهاجر با پاکستان که بدبخت اگلی جلون دکلو والا گلا گلا گا انگریز دومبر لامانستان سر بدبختی کری تو گره از دی با تورخان که پولیس که واقع ملوی که تورخان اتاک دوران که پټې انځاکړې د څلور دروازو هغه د وورې ورونه د پاکستان د پېښور خلکو ته وویل له ځینې غټه بدبختي نوره چېرته ده چې ده وګورم له ملت سره نور د به پاک الله سپارم نور وخت کوم. در سلام علیکم. نو وعلیکم السلام. همداسې ده همداسې ده. خب اطور است که جنگ و بدبختی و اینا بالای افغانستان حاکم است و مسئولی از او به نحوی از آنها ضرری از او به مردم میرسه. یکی عملات انفجاری برای می اندازه یا قطار موتر اردو یا پلیس افغانستان خانواده را ماتمدار می سازه و یکی آمر یک کشور هست یا حکام یک کشور آنچه وعده ها سپرده برای ملت او ایفا نمیشه. بلاسر از او کار خام، سرپرستی حکومت، بیکفایتی ها مردم ضرر میبینه، مردم متضرر میشه. یعنی دو رقم انسان میگه زجر میبینه از مریضی ها، بعضی ها
ستروک حمله قلبی بالاش میفته میمیره، میرن او را گور میکنن دفن میکنن. میگه فلانی خان مرد. او نحوی دیگه از اوی است که اگه آدم ممورقه میگیره تبه لرزه داره، یک هفته دو هفته سه هفته یک ماه میمیره. یکی دیگه از او که هسته بود دیگه باز پشه ملاریا زده او را کنین داده میره برای شش ماه یک سال بالاخره او میمیره. بالاخره زجر میکشه، مرگ است یا تکلیف سرطان داره، طولانی ضرر میبینه، درد و زجر متحمل میشه. دیگه او را اگه ما بگیم که آدم مرقه گرفت باز مرد، خیر است و مهم نیست. مگر کسی که یک آدم آمد گوله زد دفر که شو بشار، یعنی برای ما با اهمیت باید باشه. اجتماع را بسیار تب ملاریا گرفته، تب لرزه گرفته، مورقه گرفته، انواعی از مریضی ها عاید حال اجتماع گردیده. فرهنگ ما مریض، افتخارات ما از بین رفته، به کلی مرده. دیگر شما ملت صدا نداره و مرده. یعنی مرگ یک انسان شما مقایسه کنین، مرگ یک تاریخ است. در افغانستان تاریخ افغانستان را کشتن. دیگه شما افغان باید هیچ افتخار مفتخار نداشته باشین، هیچ چیز دیگه نداریم شما. همه از دور کشته آدم هایتان هم از دور ساخته. بله سلام علیکم سر. الو الو بله 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 سلام. و علیکم سلام. خوب استین آقای خدا؟ شما خوب استین؟ خوب استین، بفرمایید. زنده باشین. ما میخواستم به نظر بسیار کم داشتم. نظر اول من میستا که علی خانم سابات که صحبت کرد پیش است. بله. امی چی برنامه خانه و خانواده، چی برنامه چشم براست، چی برنامه شما در برنامه صحبت میکنه، بسیار بد بد گپا میزنه نظر به هر کس. علی عرفار چرا شما یا... نه 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 دیگه؟ بی بی جان علی خانم شاور داره نداره. بی بی جان بی بی جان بی بی جان بی بی جان خانم خانم یک دفعه گوش بده. اسم خودت در آرزونام هستی؟ نام پروانه است چی هست؟ در پروگرام خودت هم داخل میشی. یک دفعه دیگه هم اسم شما چی هست؟ نامت بگو برای آبا نمره مره که گفت میگه نمی دروغ میگه مهناز نیست پروانه است. میگه یام از شاور جدا شده، اولادای بی سرپرست داره. اگه خودت هم هست چند نفر برای ما تلفن کرد، یک بار دیگه هم خودت هم تو تلفن زدی. اول خودت امور خانم رو بشناس که چقدر با لطافت و محبت و خانم صحبت میکنه. یعنی تهمت خودت باعث یک خانم در ماه مبارک رمضان یا غیر ماه مبارک رمضان، یک مسلمان در هر وقت باید راه و رویش از او اسلام باشه، دروغ نگوید، تهمت نکنه. اگر یک خانم با اینجا تلفن زد یا در پروگرام فرض کنیم خانه و خانواده یا برنامه یادها و خاطره ها و اشخاص بدی هستن، ما هیچ وقت از خانم سبا یک چیز بدی نشنیدیم. باعث یک خواهر اونا رو ما دوست داشتیم. و شما یک خانمی که به یه حد زجر و بدبینی و افکاری دشمنندود در فکر شما خانه ولانه کرده، ما پیشتر گفتم که ماه مبارک رمضان یک تأثیری بالای ما باید بگذاره. اونو بالای خودت هیچی پیش جانانه من پنبه و پندانه یکی هست هیچ سر کلید خودت تأثیر نکنه. و باز من خو میشناسم امیره کسی را که در برنامه ما بسیار بلطافت و مهربانی صحبت میکنه. خداوند اونا را شفای عجل نصیب داره، خداوند اونا را طول عمر نصیب بداره. اشخاص بسیار مفید اجتماع ما هستن. ای کاش بسیاری ما اخلاق ما به همین سباجن توخی یعنی شباهت داشته باشه. شوهر داره نداره همین خودت نمیدانم. شوهر اگر میداشتیم شوهرم بیچاره را بدبخت ساخته بودی. اگر برادر داری او را بدبخت ساختی. به همین کلام به همین زشتی گفتار ما از خواهش میکنم بی بی گل ما از مرا هم خواهرم هستین، شما را ما دوست دارم،
هر کدام میتونه بیننده ما دوستای نزدیک به قلب ما را دارین. مگر چرا همه طور زهر پاشی و بیجا حرفای بیمعنا را سرودن در یک برنامه تلویزیونی جهانی و دروغ؟ اونا با محبت بر افغانان تلفن میزنن، اگر وقتی هر کس بسیار مهم است. همون خانم بعدی یا خیاطی خوبی هستن، ممثل بسیار خوبی هستن، به هر کسی آدم رسیده میرسه بالای غم ما عشق ریختانده، اشعار میسرایند و صحبت های بسیار حلاوت کلام دارن. دیگه من نمیفهم برای خود چی میخوایی خودت از چی بهتر باشه یک نفر که او را خودت تمجید کنی. ما میگم مشکل اونجا نیست، مشکل پیش خود نزد خودت است. خدا کمک اصلاح بساز. تلفن هلو هلو چی غایبه، جایم میزنید این تلفن. به هر حال من بسیار متاثر شدم. ای کاش ما اصلاحات در خود خود بیاریم. حاجت این نیست که ما وقت داشته باشیم که دیگر را نقد کنیم. یکی خود تحلیل سیاسی است، یکی که نقد داریم، انتقاد داریم، پیشنهاد داریم، یکی بیا از پاچه خانم شریف بگی و بسیار خفا شدم. به هر حال خداوند خودت هدایت کنه. دوستان عزیز، ختم قرآن عظیم الشان امشب با وقتی بعد از افطار صورت میگیره. شما هم خواهش میکنم تلفن بزنین، از میال شماره تلفن روی صفحه تلویزیون موجود است و دعاهایتان مهربانی کنین. تا جایی که فکر قاصر ما اجازه میده، شاید اسمای بعضی را باید داشته باشم، در غیر از اون مرا معاف بسازین، متاثر نشین. مگر در مجموع ما دعا برای شما میدارم. باز انشاءالله در ایمیل هم برای ما میتونین ایمیل کنین، کسایی که اسمای خود میخواین بگیرن، باز انشاءالله با هم درست میکنیم همه چیزا. و فردا شب در مسجد سید جمال الدین افغانی در شهر فولرتن در اونجا ختم داریم. به هر حال گران دوستان و تاسیاری و پخلای سپارم، خدای تاسی روزه و منزون سر قبول و منظور و گرزوی و پا مخم خواه و خدای ملوسه. خدای پا من.